با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم، امیدوارم که به حال این بخش این برنامه به ما کمکی بکنه و بتوانیم راه رو از شاه تشخیص بدهیم. خب یه برنامه هایی بود دیگه، برنامه نوید اخگر رو امیدوارم که دنبال کرده باشی. یه قدی با مشکل اینترنت و اینا مواجه بود ماجرا. دیروز قدی راجع به بحث اینترنت اینجا حرف زدیم، ولی این بار به راستی تقصیر ما نبود، از اون بر مشکل بود، برای اینکه وقتی که اون خانم صحبت میکرد مشکل نبود، وقتی خود آقای اخگر صحبت میکرد یه قدی مشکل بود. امیدوارم که این مشکلات برطرف بشه. اما دوستانی که در تورنتو هستن تا نیم ساعت دیگه خودشون رو برسونن به 5100 یانگ استریت سیویک سنتر. دوستانی که در تورنتو هستید میتونید به سیویک سنتر برید در 5100 یانگ استریت. اپوزیسیون کیست و موانع ائتلاف چیست؟ اپوزیسیون کیست و موانع ائتلاف کیست؟ یادم که دوست بسیار خوب من آقای حسین قلی‌پور مدت‌ها پیش این بحث رو با من مطرح کرد و از من نظر خواست که فکر میکنی که این چیز. گفتم خوبه این حرفا رو بزنیم، خیلی خوبه، خیلی هم خوبه. گفت مثلا کیا رو میشه دعوت کرد؟ گفتم نه. گفت ایرج مصطفی. گفتم ایرج شخصیتی که هر موقع صحبت بذاری حرف داره برای گفتن، حرف خوب داره. آقای تقی‌زاده هم همینطور، آقای رضای تقی‌زاده هم میتونی دعوت کنی به عنوان تحلیلگر. بالاخره اونم داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، حالا ما با نظراتش مخالفیم یا موافقیم، به هر حال اونم داره کار خودش میکنه. بنابراین آقای ایرج مصطفی، آقای رضای تقی‌زاده، آقای محسن ابراهیمی، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. محسن هم که بچه‌ها میشناسنش دیگه و مطالب خوبی رام محسن ابراهیمی تحلیلاش درسته، تحلیلای خوب میکنه، از بچهای کمیس کارگریه. و آقای حسین قلی‌پور عضو شورای هماهنگی شبکه سکولارای سبز ایران. چهار شخصیتن که راجب اپوزیسیون کیست و موانع ائتلاف چیست امروز جمعه 17 می در سیویک سنتر 5100 یانگ استریت ساعت 6 بعد از ظهر یه جلسه سخنرانی دعوت میکنم که شما تلویزیون رو رها کنید و برید و این برنامه رو دنبال کنید، حتما مفید فایده خواهد بود. این در مقدمه. ببینیم آقای نوریزاده چه مطلبی رو بیان میکنه. میتونیم صداش رو بشنیم، حالا تصویرش رو میتونیم داشته باشیم، ولی صداش رو میشنیم بشنیم، با هم بشنیم. نوریزاده راجب آقای رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی در تقریبا 30 سال حکومت جمهوری اسلامی بر ایران پیوسته در بالاترین رده های قدرت قرار داشته که از اون جمله رئیس مجلس شورای اسلامی بوده، دو بار به ریاست جمهوری انتخاب شده و اکنون هم بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری تکیه زده. 3 سال پیش هم مجدداً سعی کرد به کاخ ریاست جمهوری برگرده که در این راه ناکام بودش. بنا به گزارش‌های متعدد از سوی منابع مختلف داخلی و خارجی، در سال‌های 1360 تا 76 رفسنجانی یکی از مهره‌های اصلی کمیته ویژه‌ای بود که جواز ترورهای سیاسی را صادر می‌کرد و در دوران ریاست جمهوری همین آقای رفسنجانی بود که ده‌ها مخالف رژیم اسلامی از جمله دکتر شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، فریدون فرخزاد و بسیاری دیگر ترور شدند. موضوع دیگری که رفسنجانی را به صورت یکی از چهره‌های بحث‌انگیز رژیم اسلامی درآورده، فساد مالی منتسب به او و فرزندانش که جزو اولیگارشی عظیم آقازاده‌ها قرار دارند. و همین چند سال پیش بود که مجله آمریکایی فوربز هم عکس آقای رفسنجانی رو به عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان بر روی جلد خود انداخت. اخیراً نیز شاهدان بودیم که عباس پالیزدار در افشاگری‌های خودش از جمله در مورد رفسنجانی گفت که آنقدر مفاسد اقتصادی این خانواده زیاده که اصلاً قابل به گفتن نیست. به گفته آقای پالیزدار یکی از این مفاسد اقتصادی خانواده رفسنجانی که میلیاردها دلار بوده از محل عدم پرداخت عوارض به دولت بوده و پول رو
بالا کشیدن واردات خودروی دیوو در این زمینه مطرح شده. امشب همراه با دکتر نوری‌زاده نگاهی داریم به برخی جنبه‌های زندگی حرفه‌ای آقای هاشمی رفسنجانی که در خیلی از محافل او رو مسبب بسیاری از خرابی‌ها، ناکامی‌ها و سیاهی‌ها در ایران پس از انقلاب می‌دونن. دکتر نوری‌زاده، شما مطالعات گسترده‌ای کردید در مورد همه چهره‌های مطرح در نظام جمهوری اسلامی. واقعا آیا ناگفته‌ای در مورد هاشمی رفسنجانی وجود داره که امشب بخواید با آگاهی بینندگان برسید؟ واقعا رفسنجانی امر و آس آقای خمینی بود. یعنی در اینکه هیله‌گری بلد بود، بلد بود سیاست بازی کنه، بلد بود رنگ عوض کنه. این تغییر چهره دادن، آقای رفسنجانی بعد از ریاست جمهوریش لقب آیت الله بهش داده. خود او میدونست که این لقب به همون اندازه به قول خود علما لایتچسبکه که لقب آیت الله العظمی به آقای خامنه‌ای، چون اینا هر دوشون میدونستن چقدر دانش دارن. از این لقب آیت الله رو به ایشون دادن، چند جا هم گفت. ایشون خودش متوجه شد این بهش نمیچسبه، گفت آقا به من بگید آقای هاشمی. شما اگه دقت کنید در مسائل سیاسی اینا همیشه به رفسنجانی میگن آقای هاشمی. چرا؟ چون بیشتر رفسنجانی دوست داره به عنوان یک سیاستمدار و حلال مشکلات شناخته بشه. به نظر من یه آدمی است که اولا بسیار از نظر سیاسی آدم هیله‌گری است. خیلی بازی، شما هر کسی رو جای رفسنجانی بذارید، کاری کرد که اصلاح طلبا برنده بشه، زمین ساز پیروزی آقای خاتمی بود. و درست یادم نمیده هفته قبل از انتخابات تو نماز جمعه گفت من اجازه نمیدم در این تقلبی بشه. و روزی که انتخاباتو میخواستن نتیجهشو اعلام بکنن، در همین خدمت شما در رادیو امریکا صبحش ما با آقای نیکزاد مصاحبه کردیم، ایشون با من کرد. من گفتم الان خبر از تهران میرسه که میگن شاید در آرا دست ببرن. آقای بشارتی جهرمی منتظر آقای خامنه‌ای از خواب بیدار شد. ببینید چقدر هوشش تیز بود، بلند شد هفت صبح رفت تو وزارت کشور نشست تا نتایج اعلام شد. خب حالا ایشون انتخاب، آقای خاتمی انتخاب شده. انتظار رفسنجانی ظاهرا این بود که خاتمی آدم او باشه، وزراشو با نظر او انتخاب بکنه. من تو رو به قدرت رسوندم، کینگ میکر منم. اصلاح طلبا نه، اومدن راه خودشون رو گرفتن، برنامه خودشون داشتن. شما فکر کنید این همه به این حمله کردن، زدن، ناسزا بهش گفتن، کتاب علش در اومد، اصلا واکنش نشون نداد. منتها از زیر کاری میکرد که گنجی رو ببرن طوری بزنن که اجاش بلند نشه. روزنامه ها یک به یک تعطیل شده، اما به ظاهر آقای رفسنجانی عاملش نبود، آقای خامنه این کار کرده بود. روزی که برای آقای خامنه ای در مجلس خبرگان بیعت گرفت، اصلا قرار نبود آقای خامنه ای انتخاب بشه. یعنی بعد از عزل آقای منتظری همگان بر این نظر بودن که یک شورا تشکیل بدن. در این شورا آقای خامنه ای هم عضو می شد، ولی سه تن دیگر هم بودن یا دو تن دیگر. آقای رفسنجانی نشست حساب کرد، دید اداره دو سه تن براش مشکله، فردا موسوی اردبیلی براش مسئله میشه. اینه که اومد خبرگان رو به اون سوی سوق داد که در راند سوم رای گیری آقای خامنه ای انتخاب شد. در چهار سال اول شراکت این دو بسیار خوب کار کرد. آقای خامنه ای به امور مذهبی و مسائل اون میپرداخت، آقای رفسنجانی به امور دنیوی. خیلی هم با هم توافق داشتن و هم این حرمت او رو نگم داشت هم اون حرمته. بعد از چهار سال آقای خامنه‌ای به مرور دستگاه سلطانی برای خود درست کرد، دیگه شریک نمیخواست. اینه که شما میبینید وزرای رفسنجانی تو مجلس استیضاح شدن، برکنار شدن، رفسنجانی مورد حمله قرار گرفت. رفسنجانی با حمایت از اصلاح طلبان خواست انتقام بگیره، اما درست این بر ضد خودش شد. یعنی اصلاح طلبا عملا دو جبهه باز کردن، یکی علی آقای خامنه‌ای، یکی علی رفسنجانی. و اونجا بود که رفسنجانی متوجه شد به هیچ گروهی تکیه نباید بکنه، باید خودشو بکشه بالا، پدرخوانده به معنای واقعی بشه و همه اینا بیان دستشو ببوسن. کما اینکه الان میبینیم اصلاح طلبا در همین انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم همشون اعلام کردن و اعتراف کردن معرفی آقای معین اشتباه بود و اینا از اول باید میرفتن با آقای رفسنجانی. یعنی الان در واقع میگن چاره ما اینه که سایه رفسنجانی بالا سرمون باشه، چون نباشه ما له میشیم. آقای نوری‌زاده، با وجود همه این اتهاماتی که به رفسنجانی وارد میشه، درست یا نادرست، چگونه این تونسته روی پا
پای خودش بیسته، این موقعیت خودش رو حفظ کنه. در آمریکا میگویند تفلان پرزیدنت، بله. یک رئیس جمهوری که مثلا بهش اتهامات مختلف بله. وارد میشه، ولی هنوز این سر پای خودش الان خدمت رو عرض میکنم. ببینید آقای رفسنجانی از ابتدا اهرم‌های قدرت رو به خوبی شناخت. فهمید در یک کشوری مثل ایران شما چندین اهرم قدرت داره باید در دست داشته باشید. یکی پوله. شما اگر در ایران پول نداشته باشین کاری نمیتونید بکنید. کما اینکه شما دیدید در جریان همین انتخابات مثلا آقای قالیباف که امکان مالی بهتری داشت قشنگتر خودش رو پرزنت کرد نه به نسبت احمدی نژاد یا دیگران، اما نظر لطف آقا با احمدی نژاد بود انتخاب شد. رفسنجانی اول رفت به کارهای اقتصادی چون سابقه هم داشت در این کار. قبل از انقلاب آقای رفسنجانی به اتفاقی تنی چند از افرادی که از جمله بعضیشون تو نهضت آزادی هن. اینا اومدن زمین های خریدن، خانه های ارزان در شرق تهران می ساختن به قیمت 70 تومن تا 150 هزار تومن می فروختن و سرمایه حسابی داشت، پول زیادی هم داشت، خونه بسیار لردی هم داشت در برابر یک روحانی خونش. هیچ وقت هم آقای رفسنجانی منبری نبود، مثلا آقای خامنه‌ای از منبر نان می‌خورد، ولی رفسنجانی منبری نبود، از معامله زمین خریدن، پسته فروشی، از این کارا سود می‌برد. خب این اول پول رو به دست آورد، مجموعه ای از شرکت ها درست کرد، تأسیساتی که در لبنان درست کردن و کارخانه اتوبوس‌سازی داو، اینا همه باعث شد که رفسنجانی پایگاه مالی پیدا کن. دو پایگاه قدرت در ایران شما نیاز به یک بازوی مسلح دارید. آقای رفسنجانی رو سپاه سرمایه گذاری کرد و در درون سپاه برای خودش یک مجموعه درست کرد که تا پای جان براش ایستادن و میرن جلو، هر کاری هم آقای خامنه‌ای بکنه اینا نمک پرورده او هستن و تا آخر باش هستن. سوم شروع کرد یک سلسله از مدیران جوان رو از همون آغاز گرفت زیر بالش، به مرور اینا الان شدن مردای 50 ساله، 45 ساله، 50 ساله. پس همیشه یک مجموعه از مدیران میانی با هاشمی هستن، همیشه دنبالشن. بله. یه سری روزنامه نگارم خرید خیلی روشن، یعنی قشنگ خونه بهشون داد، زمین داد، امکانات داد، در یه منطقه در کرج متعدد زمین دادن، برنامه ریزی کردن و اینا شدن مدافع رفسنجانی. پس هم ایشون بازوی مسلح داره، هم بازوی اقتصادی داره، هم بازوی گویا داره تبلیغاتی. به اون وقت در جهان هم بازی قشنگی کرد، یعنی هر جا که صحبتی بود آقای رفسنجانی تندترین حرفا رو علیه آمریکا زده، ولی هر وقت تو آمریکا من با کسی حرف میزنم میگن این شوهر پرگماتیکه، بله. در حالی که آقای رفسنجانی بدترین حرفا رو با آمریکا زده، بله. به اینم تحلیل آقای نوریزاده بود از هاشمی و اینکه هاشمی کیست، چیست، چگونه و این ساعت ها مربوط به سال 2009 بود. آقای نوریزاده در سال 2009 چنین نظراتی رو داشت، امروز نظر دیگری رو دارد. امروز همه چرخیدن. یکی از مشکلاتی که به نظر من توی ایران امروز وجود داره و این سردرگمی رو ایجاد کرده، وارد شدن بیش از حد اقتصاد در سیاست هست، معیشت مردم در سیاست. در هیچ کجای دنیا چنین پدیده‌ای رو نمی‌بینی و این باعث میشه خود به خود که فکر کنه که خب این اگه بیاید، چون میگم این ورود بیش از حد این مسئله معیشتی، نه اقتصاد کلان، نه نمیدونم اقتصاد زیربنایی رو عرض نمی‌کنم، که مثلا فرض کنید که بریم صنایع زیربنایی رو بسازیم، ترمون این باشد، ترمون آن باشد، نه راجع به این که معیشت نان این مشکله. یعنی این یه چیزیه که
وارد شده و این ورود این پدیده در عالم سیاست در داخل ایران این روزا باعث شده که یه جوری سردرگمی برای مردم ایجاد کنه و مردم فکر کنن که این از اون بهتره، اون اگه بیاد پول نفت رو میاره براش، سر سفرش میذاره. این اون خطر ماجراست که مشکلش در اینجاست. اما علی آلایجی می نویسد در 30 سال گذشته هاشمی رفسنجانی چالش جدید اپوزیسیون، یادداشت‌های انتخابی علی لاهیجی. می نویسد که در 30 سال گذشته نیروهای مخالف رژیم ایران از طریق تحریم و بعضن از طریق شرکت در انتخابات ماهیت اصلی رژیم نامشروع حاکم بر ایران را به جهانیان شناساندند. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری دوره 6 و 9، انتخابات شورای شهر و مجلس خبرگان، مردم انتخابات را تحریم کردند و رژیم هم در بعضی از مواقع مجبور به اعتراف شد و اعلام کرد که نرخ مشارکت 50% بوده است. اما در انتخابات سال 76 و 88 اکثر مردم انتخابات را تحریم نکردند و برعکس انتظار رژیم به میدان آمدند تا به خامنه‌ای نبگویند و در این راه هم موفق بودند. پیامد پیروزی مردم در 2 خرداد 76 باز شدن فضای بسته سیاسی بود. در سال 88 هم مردم به خامنه‌ای نگفتند، اما این بار پیروزی بهتری نسبت به 2 خرداد نصیب مردم شد. بفهمید شما. درود بر شما آقای ساسان. بفهمید آقای ساسان. قربان عزیز میخوام بسی من وسط کلامتون. نه مهم نیست مطلب. نه بفهمید، ما میشنیم فهمش شما. جناب بهبهانی، در رابطه با همین بحثی که شما شروع کردید از دیشب و روزهای قبل، من میخواستم یه صحبت بکنم. بفهمید، خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم. به درستی جناب بهبهانی شما اشاره کردید دیشب که سیاست علم استفاده از امکانات موجوده، که تعریف به هر حال معقول و مقبولیه برای خیلی ها. یعنی از امکاناتی که موجود دارن انسان ها وقتی استفاده درست بکنن کار سیاسی کردن، یا برعکسش برخورد. و یکی این هم که در سیاست هیچ چیزی مطلقی نیست، یعنی هیچ چیزی سیاه و سفید نیست. آقای سعد هم در برنامه هفته پیشون اشاره داشتن که فقط منافع جریانات و افراد و گروه هاست که اون همیشگیه، باقیش دوستی ها، معیار ها، ارزش ها زیاد ماندگار نیست، نمیشه روش صفر ایستاد. به دلایل مختلف که تغییر میکنن، همونجور که آدم ها تغییر میکنن، جریانات سیاسی تغییر کردن. و شما الان تمام جریانات سیاسی ایران رو که ببینید، آدم جریان های 30 سال پیششون که نیستن که، اون حرفا رو نمیزنن. ابدا. یا حدود کردن، یا به هر حال تغییر کردن، یا متحول شدن. این به افراد هم برمیگرده. رفسنجانی هم متحول شده. حالا این تحول خوبه بده، اصلا ما رفسنجانی سوابقش رو میدونیم، همه میدونن هاشمی رفسنجانی کیه، مردم ایران هم میشناسنش. و اصلا با برگ حمله به هاشمی احمدی نژاد آمد مطرح شد و برد. ولی صحنه امروز ایران چیه؟ یعنی امکانات موجودی که هست اگه بشخان گروه ها، آدم ها استفاده کنن، یا مردم مثلا این مرکه محلی از اعراب نداره، تأثیری نداره که نه بتونه تأثیر گذار باشه در رویدادها. مردم برای تغییر تحول چه میدن؟ ببینید این انتخابات همونطور که شما درستی اشاره کردید، به نظر من یک رفراندومه، رفراندوم نظریات مختلف. به هر حال آقا نظرش جلو برد، به حرفش گوش نکرد، 8 سال اون برنامه رو پیاده کرد. نتیجهش اینی که امروز جامعه ایران این مصیبتی که بهش گرفتاره. خب اینها زبانشون بازه دیگه الان، یعنی به نوعی یک رفراندوم بین دو خط، همون خطی که اون در نماز جمعه 29 خرداد گفت که من با اون فاصله دارم، زاویه دارم، خامنه‌ای میگفت. و مردم هم اینو میفهمن، انتظارات عجیب و غریب هم ندارن که مثلا رفسنجانی رو حالا یه سوپر دموکرات و انقلابی و اصلا اینا بکننش، نه. ولی به هر حال اصل تضاد رو به طور غریزی میفهمه که 10 تا تضاد که نداره، که یه تضاد اصلی داره، یه تضاد اصلی موجوده، باید سمت و سوش رو به او بگیره، با دیگران زاویه پیدا نکنه.
و در هر صحنه ای وقتی یک جریان غالب است و یک مغلوبه، شما طرف مغلوب بگیری به اون سمت اونی که حاکمه خب میدی دیگه. برای همین خیلی های ناخواسته حتی صادقانه میتونن تو زمین خامنه ای بازی کنن الان. درسته. ببینید جریان سیاسی مثل مجاهدین که 30 خورده ای سال علم سرنگونی رو بلند کرده بودن، امروز نامه میدن به رفسنجانی که بیا وارد انتخابات شو. به خامنه‌ای هم توصیهش رو میکنن از صندوق از اتاق اجماع درش بیار. اون این مفهوم داره میدونید؟ بالاخره یه پیامی داره. پیام اخلاقی چیه؟ نجه اخلاقی این پیام آقای رجوی چیه؟ چیکار کنن نیروهای سیاسی که گوش به فرمانشون هم پا به رکاب ایشون؟ عنصرش تو ایران باید چیکار کنه تو انتخابات؟ و بریم رفسنجانی. خب نه دیگه، شما داری دعوت میکنی یارو بیاد تو. بعد بریم رفسنجانی رای بده. اینا میگه از اتاق تجمیع درش بیاد. دیگه این تحریم نیستش که. میدونید؟ و تا همین جاش هاشمی برده. تا بعدم ببینید قشنگ بازی کرد. هی میام نمیام میام نمیام، بعد آخرش خوب اگه آقا مخالفت کنه که من نمیام. یعنی اگر نیامدم تقصیر اینه ها، این نذاش من بیام و تمام اشکالاتی هم که بیاد دیگه گردن اینه میگیره، چون من میخواستم بیام درست کنم. اگر هم که آمدم یعنی مخالفتی نکرده، حالا موافقت نکرده مخالفتی هم نکرده. این که هاشمی برنامه داره برای چه برنامه، مثلا آقای دی الان چسبیدن که برنامه انتخاباتی چیه، انگار گویی کردن باید بیاد برنامه تدوین شده بده. برنامه ای نیست، برنامه همین است که اگر خامنه ای بپذیره، یعنی تا اینجاش که پذیرفته به هر حال آچمز شده، اون آمده خودش جا انداخته به عنوان، اگر یعنی در انتخابات قبلی موسوی نماینده رفسنجانی بود، این دفعه رفسنجانی نماینده اونهاست، خود به خود موضوع حسن اونها منتفی میشه دیگه، طالب به انتفاع، یعنی اصلا دیگه از چیز افتاده، چون اگه این رأی بیارد که دیگه خب اونا دیگه حرفی ندارن که بردن دیگه، انگار حسشون هم آزاد میشه، رژیم هم از این بحران در میاد. آره ولی ولی خامنه ای سوال اساسی من اینه که آیا خامنه ای در لحظه آخر چیکار میکنه؟ تن میده به این بازی؟ من باور نمیکنم. دست و پاشو میزنه. ببینید تا اینجاشه که قافیه رو باخته. رو کاندیدای مشخصی هم ندارن، یعنی کاندیدایی ندارن که بتونه در مقابل این بیاد بیسته. حالا ولایتی بی هر کدومشون رو بگیری. بعد نهایتاً اگر حضور مردم جدی باشه، یعنی رأی مردم دیده بشه در این انتخابات، ناچار خامنه ای که بخشی از قدرتش واگذار کنه، تقسیم قدرت میشه. یعنی تقسیم قدرت، آره ولی بنی صدر انتخاباتی تقسیم قدرت درش رخ میده. آره ولی بنی صدر تو چی رو باید بده؟ در اون بخش دادن از قدرت است که تغییر تحول میتونه در جامعه رخ بده. آره ولی بنی صدر گفت من چه تحولی رو در آقای خامنه ای نمیبینم. میگه فعلا علائمش نیست. بله بنی صدر به نظر منم درست‌تر از همه دید. میگه برای تغییر تحول رژیم یا باید این مسیر بره، این مسیری که شکست خورده خودش میدونه، یا باید بیاد به تغییر تن بده و این تغییر، خب میگه اون میگه من علامتش نمیبینم. خب اولین علامتش اینه که از شورای نگهبان چی در بیاد. تو اینا میتونن همون کارم بکنن دیگه سر شورای نگهبان و اینا. حالا او بیاد دوباره مثلا حکم حکومتی بده یا نده که اینو باز مدیون خودش بکنه، باز این فضا رو دامن بزنه که بله اینم بازی خودشون آوردن تو. یعنی با حکم حکومتی خامنه ای اگر صلاحیتش تایید بشه، خب اون وقت میشود چی؟ که خب این آدم من هستم. و تمام به قول شما به درستی نکته ای رو دیشب دیدید که من کمتر، یعنی کسی ندیدم کسی این نکته رو ببینه، رژیم انتخابات پرشور مردمی نمیخواد. نه از مردم میترسه. همین فیلمی که نشون میده که آقا ما چه نتیجه شیه. آره نه یا فایده نداره به نوعی روحیه انفعال رو تجربه ایجاد کنه که حضور شما نقشی نداره، من تعیین میکنم. آره نه یا الان در تهران من خبری که داشتم دو سه روز دوباره گشتای حجاب و اینا رو راه انداختن. خب این پیام داره، یه سگ میگیرن تو خیابون، کسی که بی حجاب باشه میگیرن، مردا رو میگیرن. از اولیه ترین حقوق انسان ها حق پوششه. وقتی یکی میاد میگه که من پوشش تو رو من باید تعیین بکنم، یعنی حقوق دیگر که اصلا تو محلی از اعراب نداری، پیام روانی به جامعه داره میده، یعنی لباس تو من باید تعیین کنم. این نه اینکه رژیم مسئله شه الان یه دفعه چیز شده، اولا حضور نظامیشو میخواد نشون بده و بعدم پیامی که شما نقشی ندارید که انفعال و یه از دو خورداد دیدی چی شد؟ چرا؟ خب شد یه چیزایی دو خورداد،
دور قبل دیدی که چی نشد؟ نه اینجوری هم نبود که چی نشد، آبروی تو رفت، این برم آبرویت میره. و این یکی از انتخابات تعیین کننده است برای ایران به سمت سوی که میره. و به نظر من خیلی ها حالا با کینه‌ای که به رفسنجانی دارن به حق و با حالا ژست‌های انقلابیگری که میگیرن، بحث تحریم فعال و غیر فعال و اینا، بازی در زمین خامنه‌ایه. حالا ما چه بخوایم چه نخوایم، چه هیچ دفاعی هم از هاشمی نیست، اون که هاشمی هم تحریم کرده، تحریم کرده قطعا. حالا ممنون میشم که شما بیشتر توضیح بدید. آره ولی باز من یه سوال اساسی دارم اگه شما بتونی به من کمک کنید. من باورم برای اینه که ببین، خب ما یعنی تلویزیون میهن، حالا فرق نمیکنه، تلویزیون میهن مدت ها پیش قبل اینکه هر کسی راجع به موضوع حرف بزنه، اینجا بیان شد که آقای هاشمی وارد صحنه میشود. هیچ کی موقع قبول نکرد، هیچ کس نگو گفت آقا این حرفا چیه، این زدن فلان، ولی وارد شد. بعد بحث این شورای نگهبانم به طور قطع، این بحثی هم که شما مطرح کردی قابل تأمله. اگر که شورای نگهبان رد کنه، آقای خامنه ای حتما حکم حکومتی میده، بنابراین اونو میاره زیر بیت خودش، که من یه ذره شک دارم که شورای نگهبان اصلا توان چنین کاری رو داشته باشه که اونو رد سلاحی اگر بکن مثلا اگه بازی کنه. آره ولی تو بعد ببین بدون من اینطور زنده نمیذارم. آره میدونی؟ آره ولی اگه به من جامعه هم تخریبش کنه دیگه. آره این تو بخوای خرابش کنم، من فکر کنم میزنم خرابش کنم، بله پرابالشو میریزم. یعنی تو مرحله دوم، انتخابات دو مرحله، مرحله دوم با اختلاف کم میزنش که نه. حالا اونو نمیشه، اون حضور مردمه، اون باید رأی مردم چقدر دیده میشه، چه شوری را میفته تو جامعه، اون یه بحث دیگه است. اون دنبال این خط هست که بدون رأی نه. بعدم به نظر من آقای بهبهانی به درستی گفتی، بحث رهبریه. اگه رئیس جمهور دست آموزی باشه از رفقای مجتبی میتونه زمینه رهبری او ایجاد کنه، نباشه نه. حتی ببینید توی جریان دیگه به نظر من یه مرزکشیه برای همه کسانی که مدعی هست. بالاخره آدمی مثل مصباح یزدی هم اینجا مدعیه، مدعی رهبری بعدی و برها چیز عقیدتی و روحانی برای یه عده داشته و داره. اون هم الان دیگه کاندید خودشو میده، یعنی باید اون هم بیاد وزنش رو تو اینجا بکشه. حالا لنکرانی اون دکتر هلو رو اینا رو میخواد مطرح کنه، اون میگه حد کوتاه هم نمیاد، حتی کاری به آقا دیگه نداره، میگه اصلا اینه. یعنی هر کسی باید بیاد تو این صحنه، شاید هم اگر هم تبانی شده باشد، تبانی این که خب بیایم حالا بیازاریم خودمون رو در عرضه دیگه، ما که به بنبست رسیدیم، ببینیم مردم چی میگن. برو میخوان تو که خط شکست خود، تو هم که میگه میخوان من برگردیم به گذشته، میدونی؟ و حالا جوری هم خامنه ای میگه گذشته که میخوان ما رو برگردونن که گاردن کدشونه، چون قالیباف هم گفتی خلاصه این ما رو میخواد برگردونه به 20 سال گذشته. آره 20 سال، این گذشته این نبوده توش بابا، در گذشته ای که رفسنجانی دو دوره رئیس جمهور بود تو رهبر بودی. آره دیگه همین پوزیشن داشتی، خیلی هم با هم اخت بودی، میدونید اون گذشته رو هم چه جوری میگن که انگار که اینا توش نبودن، نقشی نداشتم در اون گذشته. ولی معزکشی دیگه به لحاظ خطوط مختلف، حالا این آخرین نبرد هاشمیه باشه، ولی هاشمی این دفعه اگر دفعه قبل موسوی به نیابت از او وارد انتخابات شد، این دفعه به نیابت از اونها میاد و مثلا اونها هم حل میشه دیگه، معنا نداره. مثل بنی سعد نیستن که تا آخر عمر میگه من رئیس جمهور منتخبم. شما معترض انتخابات بودی تموم شد، حالا آمدن رأی آورده آقا آدم شما دیگه، خود به خود اونها آزاد میشن، کاری ندارن دیگه. اگر هم قرار رو بر محاکمه شون بذارید، خب بعد اول نژاد هم محاکمه بشه. الان دارن همه میگن، به مصباح هم صراحتا میگن تو که ایراد میگیری، نامه ای امروز بخشی از طلاب به مصباح نوشته شده، تو آقا از این حمایت کردی، مگه نگفتی امام زمان حکمشو چیز کرده، تایید کرده، درسته صلاحیتشو و چی شد؟ برای من ممنون از وقتتون. متشکرم از تماست، ممنون. بسته همیشه جامع و کامل بود. آره ولی گفتیم که بهها اینو از آقای ودیعی وام گرفتیم دیگه، که گفت او در گذار به تحول است، ما میگوییم که ایران در آستانه تحول است. اون میگه ناگزیر از تحول است، یعنی باید تحول صورت بگیره، یک تحول ناگزیر پذیر در حقیقت، ناگزیر به تحول است جمله آقای ودی.
ما میگیم که ایران در آستانه تحول است و انقلاب نقطه آغاز ندارد. انقلاب حرکتی است در مسیر تاریخ و ایران تو این سمت داره حرکت میکنه دیگه. و میگم یکی از معضلات دیگه داستان اینه که اقتصاد، نه اقتصاد به معنای کلان، معیشت، نون، امنیت، کار، شغل، این چیز آسون، این چیزهای معمولی مردم، معیشت مردم، اون وارد صحنه سیاسی شده. این خطرناکه، این خیلی خطرناکه. اون چیزی که نظام ازش وحشت داره نه از من، نه از آمریکاست، نه از تلویزیون اون حسن تقی محسن تونیسی، هیچ کدوم اینا نیست. اون چیزی که ازش وحشت داره مردم درون ایران. جانم آقای پیران، بهبانی من پیران هست میشیگان خدمت رو زنگ میزنم. لطفا آقای پیران. جونم جانم آقای ازت میخوام. من رو ایر هستم. بله بله بله. میخواستم یه دو که اولا مختصر خدمت رو هستم. اولا که این آقای رفسنجانی فکر کنم در زمان اون قتل میکنست و قاسم را رای جمهور بود و ای اشتباه نکنم یکی از حزب جرمای بینماری هم که صادر کردن هم یعنی هم گفتن دست داشته همه آقای رفسنجانی بوده. این یک. دو با من حالا چرا آقای رفسنجانی محبوب شدن؟ برای اینکه مردم موقعی که مردم ایران تو چاله بودن افتادن تو چاه، حالا دوباره از چاه دارن بر میگردن به چاله، میگن الهی شد که دوباره داریم بر میگرد و زمان قدیم. این عرض بنده بود و از تلویزیون گوش برام. ممنونم از شما، بعد کاملا درسته. باز هم از آقای پیران باید صمیمانه تشکر کردیم، مرد نازنین که از اون روز اول همواره یار ما بوده و کمک هایی که آقای پیران کرد، یکی پرسیدش که کمک مالی، گفتم کمک آقای پیران میکنه. ارزم حضور شما که باید تشکر کنیم از آقای پیران که این یار نازنین ما از همون ابتدا همواره یار ما بود، به ما کمک هایی بسیار کرده. کمک هایی که آقای پیران کرد واقعا به قیاس دلار و اینا نمی گنجد. بسیار بسیار بازم ازش تشکر میکنیم، ممنونیم از این مرد بزرگ، انسانی که معنای انسانیت را به راستی میداند. عرض میکردم که اون چیزی که اون ازش وحشت داره نه حمله است، نه نمیدونم اینه، نه اونه، نه اون. اون چیزی که ازش وحشت داره مسئله مردم، مردم درون ایران است. از مردم بیش از هر پدیده دیگری میترسن. سال 88 تو 15 اردیبهشت 88 داریوش این داستان امروز شنیدی که بیچاره پیرمرد عزت ترکه، آقای عزت الله انتظامی، هنرمند به راستی هنرمند رو، به راستی هنرمند رو برده بودن سیاه شهری بودن برده بودن اونجا. بازم از تشکر کنیم از کاوه و سایت مردم ریپورتش که خوب میره اینا رو دستچین میکنه و میاره و اینجا قرار میدهد. ببینیم با همدیگه این عکس رو با همدیگه ببینیم. این حرکت میکنه ناجوره. عرضم به حضور شما که میبینید دیگه به حال تو سایت بی بی سی هست. آقای انتظامی مشایی احمدی نژاد هست، میدونم این سردرد میاره. او به سرعت پاسخ داده و گفته که ببین چه آدم های حقبازی هستن، چقدر این دروغ امر رایج است تو مملکت. عزت الله انتظامی بازیگر سینما و تئاتر ایران که در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وزارت کشور رفته بود، با انتشار یادداشتی درباره نحوه حضور خود در وزارت کشور توضیحات داده است. عکسایی که از او در کنار محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در وزارت کشور منتشر شده بود، این تصور را برای بسیاری ایجاد کرده بود که او رئیس جمهور و مشاورش را برای ثبت نام آقای مشایی همراهی کرده است. عزت الله انتظامی در این یادداشت که برخی از خبرگزاری‌های ایران منتشر کردن نوشته است که روز 21 اردیبهشت از دفتر ریاست جمهوری او اطلاع دادند که آماده باشید ماشین میآید دنبالتان. آقای انتظامی می‌نویسد که او ماه‌ها برای ثبت بنیاد فرهنگی و هنری عزت الله انتظامی دوندگی کرده بود و با وجود نامه رئیس جمهور، وزیر ارشاد و وزیر کار در این زمینه
هنوز این بنیاد به ثبت نرسیده بود. به همین دلیل پس از تماس تلفنی از سوی دفتر ریاست جمهوری تصور کرده بود که قرار است ثبت این بنیاد به نتیجه برسد. بعد می نویسد که ناچار فکر کردم دست به دامن آقای مهندس مشایی شوم. هفته قبل به ایشان پیغام داده بودم که واجب العرضم و برای مذاکرات باید خدمت برسم. فوراً لباس پوشیدم، چیزی نگذشته بود که خبر دادن ماشین آمده. با سرعت رفتم پایین. شخصی که در مسیر مرتب با بیسیم صحبت میکرد به کسی که آن طرف خط بود گفت بله ایشان آمدن، حرکت کردیم. آقای انتظامی نوشته پس از ورود به کاخ ریاست جمهوری ناگه آقای مشایی سمت ماشین ما آمد، شیشه ماشین را پایین کشیدم و گفتم مختصر عرضی دارم که به کمک شما احتیاج است. گفت با ما بیایید، همین امروز انجام میدم. آقای مشایی سوار ماشین بزرگ سفید رنگی شد و ما بلافاصله پشت سر او حرکت کردیم. ناگهان دیدم میدان فاطمی هستیم. تازه فهمیدم اینجا وزارت کشور است. به محوطه که رسیدیم مرا از راهروهای طولانی بردند. به جای رسیدیم که مملو از جمعیت بود. آقای رئیس جمهور و مشایی و عده دیگر هم آنجا بودند. مرد جوانی آمد، مرا همراه خودش باز به راهروهای تو در توی دیگری بود. واقعا خسته شده بودم. مجبور بودم با عصا پا به پای او راه برم. به سالن بزرگی رسیدیم. آنجا یک صندلی سه نفره فلزی آبی رنگی دیدم. خودم را به آن رساندم و روی صندلی وسط نشستم. ناگهان دیدم آقای مشایی، آقای رئیس جمهور و چند نفر دیگر که همراهم بودن از روبروی طرف من میاد. آقای مشایی طرف چپ من، آقای رئیس جمهور طرف راست من نشستن. ناگهان اطرافمان پر شد از دوربین های عکاسی. آقای مشایی گفت چی شده؟ یه خود شاد باشین. من حرفی نداشتم بزنم. عکاسا تون تون عکس میگرفتن. عکسشون که گرفتم محلو ترک کردم. من باز همونجا بوه زده وسط آن صندلی سه نفره تنها مردم. مرد جوان که آمد مرا ببرد گفتم چی شد؟ گفت امروز که نمیشه، بعدن ایشالا اوراقو براتون میاریم. هنوز توضیح از سوی دفتر رئیس جمهوری در واکنش به یادداشت منتشر نشده است. عزت الله انتظامی یادداشت خود را که خطاب به مردم سرزمینم نوشته بدین گونه به پایان رسانده است. من برای شما همیشه همان عزتم، همانی که از 13 سالگی در تماشاخانه‌های لاله‌زار با تشویق‌های شما بزرگ شدم، همانی که همراه شما با دردهای ایران بسیار گریستم و با شادی‌هایش لبخندها زدم. برای شما من همیشه همان عزتم، بچه‌ای از سنگلج. آقای انتظامی آرزو کرده است که بنیاد فرهنگی هنری انتظامی هر چه زودتر به سر برسد. بریم ببینیم که این دوست ما زنگ زده چه مطلبی داره. بفهمید شما خودتون رو معرفی کنید. سلام علیکم، خسته نباشید. قربان شما، بفرمایید شما. من سیروس هستم، اگه شما باشید. خیلی ممنون. آقای سیروس بلندتر صحبت کنید. سیروس بفرمایید. می‌خواستم وای بگونید در مورد الان می‌خواستم در مورد انتخابات بذارم، انتخابات بکنم. بفرمایید. این من فکر می‌کنم که این به هر حال یعنی واسه تاسفه، حالا داستانی که دوباره مملکت به مرحله رسیده کسی رو که مردم ترد کردن، قبول نداشتن یا اسم اعتباری نداشتی دیگه بین مردم، الان دیگه مثلا اصلاح طلب یا ناجی اصلاح میشه. ولی آقای بهبانی یه چیز رو من فکر میکنم حالا دوستان همه هموطنان چه داخل و خارج نباید فراموش کنن. بعضی موقع من دین اعتقاد دارم بعضی موقع میشه دشمن دوست داشت، یعنی بهش علاقه من بود و تحسینش کرد. من به عنوان یک مخالف 100% مخالف و دشمن 100% اسلام و جمهوری اسلامی، من میگم آقای احمدی‌نژاد و مشایی دم شما گرم. من به عنوان مخالف و دشمن درجه یک شما و جمهوری اسلامی شما رو دوست دارم. هیچ کس مثل شما نمیتونست دست جمهوری اسلامی، ایدولوژی اسلامی، حکومت اسلامی، خامنه‌ای، سپاه و همه رو باز کنه. هیچ کس مثل شما نمیتونست کمر جمهوری اسلامی رو بشکنه. ای کاش فرصت داشتیم دوباره شما رئیس جمهور میشدین. ای کاش من میتونستم به شما رأی بدم. واقعا باور کن آقای بهبانی، اگر من میتونستم به این دشمنم رأی میدادم، دوباره این دشمن ده. هر چند هزینه بسیار سنگینی برای مملکت و مردم داره، ولی اومدن انسانهای ضد بشره، ضد ایرانه، ضد همه چیزی که مملکت رو به عقب میبرن. ببینید امثال آقای خاتمی و امثال آقای رفسنجانی
میخوان اون حکومت رو نجات بدن. اونا اصلا مردم انسان حساب نمی کنن که بخوان، اونا خودشونو میخوان، منافع و قدرت خودشونو میخوان. ای کاش مشایی در بیاد، ای کاش یکی مثل مشایی احمدی‌نژاد دوباره جمهور بشه، چون هیچ کس به غیر از اینا نمیتونه جمهوری اسلامی رو نابود کنه. واقعا خدمتی که به نظر من برای آینده، بعضی چیزا در آینده معلوم میشه، خدمتی که اینا کردن هیچ کی نکرده، من مطمئنم. یعنی اپوزیسیون هیچ کاری نتونست بکنه، اون کاری که اینا کردن از سطح اپوزیسیون بالاتره. شاید کسی باور نکنه یا قبول نداشته باشه، ولی باید اون طرف قضیه رو هم نگاه کرد. بعضی موقع دشمن قابل احترامه آقای بهبهانی. مطلب شما رو هم شنیدیم. اجازه بده بریم سراغ یه مطلب دیگری و اون هستش که مسیح علی‌نژاد رفته سراغ صادق زیبا کلام. صادق زیبا کلام هم برای من از اون موضوعات همیشه جالب است. او دانشجوی رشته شیمی بوده در شهر برمن انگلستان تو ایالت یورکشایر، بعد در یک سال 74 به ایران میاد، تابستونش میگیرنش، بعد کار به اونجا میرسه که آقای دیوید اوون وزیر خارجه در به در دنبال این میگشته که یکی رو پیدا کنه که از شاه ایران میره دنبال یه رفیق شاه ایران میگرده که اون رفیق شاه از شاه بخواد سر جد رفاقت این دانشجو رو آزاد کنید. و من هنوز در حیرتم که این کی بوده که آقای دیوید اوون به دنبالش بوده. بریم بشنویم ببینیم که مسیح علی‌نژاد چه مطالبی رو با آقای صادق زیبا کلام رد و بدل میکنه. بشنویم با هم دیگه. آیا آقای هاشمی رفسنجانی با تایید رهبری کاندیدا شدن برای انتخابات؟ ایشون اگر مطمئن بودن که رهبری با آمدن ایشون مخالف هستند، به نظر من نمی آمدن آقای هاشمی رفسنجانی. اگر رهبری 100% با آمدن ایشون مخالفت می ورزیدن، معنیش این می شدش که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب هم می شدن و رئیس جمهور می شدن، هیچ گامی در جهت پیشبرد برنامه‌شون نمی تونستن بردارن. بنابراین این که ایشون آمدند، معنیش این هستش که ما اختلافاتمون و تفاوت در دیدگاه ها رو با مقام معظم رهبری داریم، ولی اینجوری نیستش که ایشون با تغییراتی که من میخوام بدم 100% مخالف باشن و هیچ تغییری رو نذارن من انجام بدم. خب برخی از جوانها در واقع این سوال رو میپرسن، اگر رهبری به این نتیجه رسیدن که آقای هاشمی بیان کاندیدا بشن، خب رای دادن دیگه چه فایده ای داره؟ ببینید، سیاه و سفید نیست. اینجوری نیستش که رهبری موافق آقای هاشمی باشن یا نه رهبری مخالف آقای هاشمی باشن. مقام معظم رهبری به نظر من نامزد ایدئالشون دکتر علی اکبر ولایتیه، دکتر سعید جلیلیه. این تیپ افراد قطعا نامزد ایشون هستند، یعنی ایشون ترجیح میدن که رئیس جمهور آینده ایران دکتر سعید جلیلی باشه، ایشون ترجیح میدن که نامزد ریاست جمهوری آینده ایشان آقای دکتر علی اکبر ولایتی باشه. ولی در این حال ایشون نمیتونن خیلی از واقعیت‌ها را هم نبینن، از جمله اینکه آقای دکتر سعید جلیلی، آقای دکتر علی اکبر ولایتی حداکثر 5 تا 7 میلیون رای بیشتر ندارن، در حالی که ما 50 میلیون واجدین شرایط داریم که 70% 80% از مردم با نقطه نظرات آقای سعید جلیلی، آقای دکتر علی اکبر ولایتی، آقای باقری لنکرانی همخوانی ندارن، موافق دیدگاه‌هاشون نیستن. درسته که رهبری 100% با آقای هاشمی رفسنجانی همسو و همجهت نیستن، ولی در این حال مقام معظم رهبری واقعیت‌های کشور رو هم نمیتونن نادیده بگیرن. پس با این توصیف میگید نظر رهبری این بار هم به کسان دیگری نزدیکه، اما جامعه نگاه دیگری داره؟ این که نظر رهبری به آقای سعید جلیلی یا فرض فرمایید آقای ابوترابی یا فرض فرمایید آقای باقری لنکرانی نزدیکه یا نزدیک یا نظر اونها به مقام معظم رهبری نزدیکی که ما هیچ تردیدی نداریم. به هر حال خیلی موضوعات هستش که رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی یکسان فکر نمی کنن. اما همونطور که خدمتون عرض کردم، رهبری به هر حال جریانات دیگر رو هم دارن میبینن در کشور و براشون به گونه اجتناب ناپذیر هستش که درسته که من رهبر دلم میخواد آقای سعید جلیلی رئیس جمهور بشه،
من رهبر دلم میخواد علی اکبر ولایتی رئیس جمهور بشه، ولی خب کس قابل توجهی از رای دهندگان این نظر رو ندارن. احتمال این رو اول میدید که آقای هاشمی رد صلاحیت بشن از طرف شورای نگهبان؟ نه، فکر نمی کنم که شورای نگهبان چنین کاری رو انجام بده، برای اینکه آقای هاشمی رفسنجانی به انتخاب مقام معظم رهبری شده اند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یه جورایی خب یعنی قضاوت ایشون رو شورای نگهبان اومده خدشه‌دار کرده، قضاوت رهبری رو. اگر رد صلاحیت بشن و با حکم حکومتی در واقع دوباره برگردن، در رقابت ها میمونن پس آقای هاشمی؟ آقای هاشمی بنا دارن در رقابت ها بمانن. البته اگر ایشون رد صلاحیت بشن که عرض کردم خیلی بعید به نظر میرسه، معنیشی نیستش که اون وقت ایشون با حکم حکومتی خواهند آمد. اگر تقلب بشه در انتخابات، فردای روز تقلب آقای هاشمی چه خواهد کرد از دیدگاه شما؟ به گمان من احتمال وقوع تقلب خیلی کم هستش، برای اینکه مجری انتخابات یک دست نیست، یک گروه و یک جریان و یک نهاد و یک قدرت نیست. هم جریان دولت در انتخابات حضور داره، هم جریان منتسب به اصولگرایان. بنابراین به چنین اتفاقی نمیتونه در عمل بیفته که هر دو گروه که رقابت شدیدی با همدیگه دارن توافق بکنن که مثلا علیه آقای هاشمی رأی ها رو تغییر بخوان بدن و اینها. و یه نکته دیگه هم که مسئله تقلب رو منتفی میکنه، من خودم از این احساس شور، شعف، شادمانی و روحیه‌ای که در کشور به راه افتاده اصلا واقعا بهت زده شدم، شگفت زده شدم. این به نظر من یه سونامی خیلی خیلی پرقدرت و به مراتب نیرومندتر از 2 خرداد 76 داره راه میفته. چقدر فکر میکنی که این یک توهم مجازی و روشنفکری نیست و واقعا آقای هاشمی در بین مردم هم مقبولیت داره و بهش رأی میدن؟ چون دفعه قبل ائتلاف بزرگی شکل گرفت ولی مردم نگفته بودن. خانم علی نجات، اگر آقای خاتمی آمده بودن من خیالم خیلی راحت تر بود و مثل تیم فوتبالی که در بازی رفت در خانه حریف 3 گل به حریف زده، تو خونه خودش دیگه مطمئنن به دیگه حداقل 1 گل اگه میخورد باز هم مشکلی ایجاد نمیشد. یقین من میداشتم آمدن آقای هاشمی رفسنجانی درسته که این موج رو به وجود آورده، این شور و این هیجان، این اشتیاق رو به وجود آورده، ولی به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی رأی منفی هم همچنان دارن، یعنی کم نیستن کسانی که اصلا خوششون نمیاد از ایشون. نکته دوم این که در سال 84 جناح راست اصولگرایان متحد و یکپارچه بودن خیلی و در برابر ایشون قرار گرفتن، اما همونطور که میدونیم اصولگرایان و جناح راست الان 3 جریان شدن، یک جریان اصولگرایان سنتی، یک جریان طرفداران حضرت آیت الله مصباح و یک جریان هم جریان دولت، و سر این که نامزد ما کی باید باشه بینشون اختلافات عمیقی وجود داره. بنابراین این یک مشکل اساسی. مشکل دوم که میشه گفت ستون پنجم آقای هاشمی رفسنجانی است، یعنی ستون نادیده‌ای که لشکر نادیده‌ای که به نفع آقای هاشمی رفسنجانی داره کار میکنه، دستاورد عملکرد هولناک اصولگرایان ظرف 8 سال گذشته هستش. کارنامه مدیریت اجرایی اصولگرایان ظرف 8 سال گذشته به شدت کارنامه ضعیفی بوده، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست داخلی، در عرصه بین المللی، در عرصه ببینید در هیچ عرصه‌ای نیستش که شما بگید که اصولگرایان ظرف 8 سال گذشته کارنامه موفقی داشتن، و این کمک میکنه به شدت به رأی آوردن آقای هاشمی. آقای دکتر، من میخواستم این سوال از شما بپرسم، مردم عادی که سیاسی نیستن تکه کلامشون است که آقای هاشمی دزده، بچه‌هاش خیلی پول بالا کشیدن، به اینها چه جوابی شما میدین؟ پاسخی که من به شما خانم مسیح علی نژاد میتونم بدم این استش که چنین ادبیاتی، چنین نگاهی، چنین احساسی در خصوص آقای هاشمی رفسنجانی وجود داره. این همون رأی منفی که گفتم آقای هاشمی رفسنجانی داره. متو ببینید نکته خیلی مهم این هستش که این نگاه در سال 84 خیلی خیلی قوی بود و
اصولگرایان حداکثر بهره برداری را از این نگاه کردن و در انتخابات سال 84 هاشمی رفسنجانی رو به عنوان کسی که خورده، کسی که برده، کسی که نماد اشرافیت هستش، نماد سازش با غرب هستش، بچه هاش مالتی میلیاردرن و خیلی اصولگرایان سعی کردن که از این ادبیات تولید بکنن، میلیون ها سیدی تولید کردن و پخش کردن در انتخابات سال 84 که احمدی نژاد شد سمبل فرشته و نجات بخش و رابین هود و هاشمی رفسنجانی شد سمبل اشرافیت، خوردن، بردن و قصه لحاظا. اما یادتون باشه خانم علی نژاد که در سال 84 هم 10 میلیون از جمعیت ایران این فیلم رو نخریدن، این کارنوال رو نخریدن و همچنان رفتن و در سوم تیر با آقای هاشمی رفسنجانی رای دادن. نکته خیلی مهم این هستش که در نتیجه تغییر و تحولات و عملکردی که ظرف این 8 سال گذشته اتفاق افتاده، مسئله فساد، مسئله ناکارآمدی و و و خیلی ها دیگه این داستان رو نمیخرن. یعنی میگید که الان اساسا چنین نگاهی وجود نداره نسبت به ایشون و فرزندانشون؟ نه، معنیش نیستش که کسی دیگه این فکر رو اصلا در ایران نمیکنه. معنیش این هستش که به نسبت تیر 84 طرفداران این داستان خیلی خیلی کاهش پیدا کردن و بالاترین دلیلی که چرا دیگه خیلی ها حاضر نیستن اینو بخرن عملکرد اصولگرایان ظرف 8 سال گذشته بوده. آقای زیبا کلام، خیلی از مسئولین سابق کشور از اصلاح طلبان گرفته تا غیره زخم خورده دوره آقای هاشمی هن، کسان مثل آقای سلامتیان، آقای علیجانی و غیره. چرا این افراد الان و در این شرایط از هاشمی دفاع میکنن؟ دلیلش این هست که آقای سلامتیان، آقای رضا علیجانی، آقای عباس عبدی، آقای خاتمی نمیدونم و خیلی های دیگه فکر میکردن که اگه آقای هاشمی رفسنجانی نباشه نلسون ماندلا میاد، واسلاف هاول میاد، آن سان سوچی میاد، فکر میکردن که مهاتما گاندی میاد، اما متاسفانه متوجه شدن که صد رحمت به هاشمی، هاشمی حداقل اونا رو ممنوع خروج میکرد ولی جلوی دیگه به زندان نمی انداختشون. بنابراین فکر میکنم که متوجه شدن که خیلی هم هاشمی بد نبود در مقایسه با کسان دیگری که بعد از هاشمی اومدن. ولی به هر حال در دوره آقای هاشمی خیلی ها زندانی شدن، مطبوعات اون آزادی رو نداشتن و اتفاقاتی که در دهه‌های مختلف دوره ریاست آقای هاشمی رخ داده. خود آقای هاشمی رفسنجانی هم امروز در آستانه 80 سالگی متوجه شده که آزادی مطبوعات مهمه، نبود زندانی سیاسی مهمه، انتخابات آزاد مهمه. خود آقای هاشمی رفسنجانی هم متوجه خیلی از چیزهایی که در دهه 60 و در دهه 70 بهشون بیتوجه بود الان توجه پیدا کرده و سر خود آقای هاشمی رفسنجانی هم کم دسته این مدت به سنگ نخورده. این که فرزندان هاشمی زندانی شدن هزینه دادن، آیا این رو شما یک نوع استفاده، یعنی یک جوری خیلی از مردم میپرسن که خب اینا همه بازی بوده؟ بله. ببینید خانم علی‌نژاد، به هر حال جامعه ایران به دلیل سانسور، به دلیل اختناق، به دلیل بسته بودن همچنان اسیر توهمات توطئه و فرضیه‌های دایجان ناپلونی است. کم نیستن کسانی که میگویند آقای هاشمی رفسنجانی به مهدی گفت بیاد ایران، با اینکه میدونست مهدی رو در فرودگاه دستگیر میکنن میبرن زندان، ولی همچنان میخواست که مهدی بیاد و از مهدی به عنوان یه پیاده شطرنج استفاده کنه برای بالا بردن محبوبیت خودش که در انتخابات شرکت میکنه. ایزن میتونست جلوی به زندان رفتن فائزه رو بگیره ولی نگرفت که فائزه بیفته زندان که از محبوبیت زندانی شدن فائزه بهره برداری سیاسی بکنه. مثلا ببینید، ضمن اینکه یه درصدی به مسئله زندانی شدن فائزه و به مهدی هاشمی اینجوری نگاه میکنن، در این حال خیلی ها یه جوری احساس کردن که مخصوصا خواستن توهین بکنن به آقای هاشمی رفسنجانی و فائزه و مهدیش رو گرفتن. در مجموع هم فکر میکنم که افتادن فائزه و مهدی به زندان به نفع آقای هاشمی رفسنجانی شد. عملی اتفاق افتاد که قطعا آقای هاشمی ناراحت بود، قطعا آقای هاشمی نمیخواست این عمل اتفاق بیفته، اما به گونه اجتناب ناپذیر سود اون عمل به نفع آقای هاشمی رفسنجانی تمام شد. از طرف آقای زیبا کلام، خیلی ها میگن خب شخصیت فائزه هاشمی مستقل از پدرش هست، به این دلیلی که وقتی فائزه هاشمی زندان بوده مطلبی نوشته بود و به بهایان
احترام گذاشته بود، نگفته بود نجس هستن، از طرفی راجب مجاهدین خلق نگفته بود منافقین، اونها رو زندانی سیاسی میدید. خب آیا خود آقای هاشمی اصلا چنین نظری داره که حالا زندانی شدن فرزندانش به عنوان امتیاز محسوب بشه براشون؟ اگر یه 30-40 سال دیگه خداوند عمر بده به آقای هاشمی رفسنجانی، مطمئن باشین که 40 سال بعد آقای هاشمی رفسنجانی نه لغت این که باهایی خائنند دیگه به کار میبره، نه این لغت رو که منافقین رو به کار میبره. ایشون هم به منافقین میگه مجاهدین، ایشون هم به باهایی میگه باهایی، و ایشون هم مثل من و شما با آدم ها نگاه خواهد کرد و مثل خانم فائزه هاشمی دخترشون با آدم ها نگاه خواهد کرد. منتها یادمون باشه انتظارات ایدئال نداشته باشیم. اینو من بارها و بارها در دوران دوم خرداد با آقای عبدی، با آقای گنجی، با آقای بهنود، به خیلی ها اینو من در دوم خرداد میگفتم که یادتون باشه هاشمی رفسنجانی نلسون ماندلا نیست، واسلاو هاول نیست، ولی هادی غفاری هم نیست، شیخ صادق خلخالی هم نیست، و سعی نکنیم که او رو در این جایگاه هل بدیم. آقای زیبا کلام، با این تفکیک که شما انجام دادین اجازه میخوام یه خورده خودمون کرد نکته ای رو ازتون بپرسم. آقای بامونی، استاد دانشگاه پیش اومده که این استدلال رو به کار ببریم ولی یک دفعه مردم کوچوخبون به شما بگن همشون سرتای کرباسن، یعنی که سگ زرد برادر شغاله، در واقع میخوام ببینم در چنین مواقعی چه پاسخی میدین شما؟ پاسخ من به اونها این هستش که خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگن اوباما هیچ فرقی با جورج بوش نداره، آقای دیوید کامرون هیچ فرقی با اون یکی نداره، نمیدونم خانم آنگلا مرکل هیچ فرقی با اون یکی نداره، و قفلا هازا، اینا همه سرطه یک کرباسن. مسئولین جمهوری اسلامی که میگن دموکرات، جمهوری خواه، سوسیال دموکرات، دموکرات مسیحی، اینا همه سرطه یک کرباس هستن و همه سهیونیست هستن. این سخن همونقدر غلط هستش که شما بگید که آقای خاتمی فرقی نمیکنه که ایشون بشه رئیس جمهور یا آقای جنتی بشه رئیس جمهور یا آقای احمدی نژاد بشه رئیس جمهور. ما با چشمان خودمون دیدیم که وقتی یک کسی مثل سید محمد خاتمی شد رئیس جمهور داخل مملکت چجوری بود، سیاست خارجی ما چجوری بود، و یک کسی مثل احمدی نژاد وقتی شد رئیس جمهور داخل مملکت ما چجوری شد، سیاست خارجیمون چجوری شد. یعنی چی فرق نمیکنه؟ مگه اون 8 سال خاتمی با 8 سال احمدی نژاد هیچ فرقی نمیکرد؟ چطور آدم میتونه بگه فرقی نمیکنه؟ نام 4 تا کاندید ریاست جمهوری در جریان دادگاهی میکناس توی برلین به عنوان متهم به تروریسم ثبت شده. اسم آقای هاشمی رفسنجانی هم هست. آیا اساسا آقای هاشمی بعد از اینکه رئیس جمهور بشه میتونه سفر بکنه به کشورهای خارجی؟ قطعا این چیزی که شما میگید مطرح است. قطعا، ولی در این حال یه چیزی دیگه هم قطعی هست و اونم این هستش که آقای هاشمی رفسنجانی یکی از کارهای مهمی که یکی از اقدامات مهمی که ایشون به سمت و سوش خواهد رفت این هستش که ایران رو از این وضعیتی که همه دنیا باهاش دشمنن تلاش خواهد کرد که در بیاره، و ایشون سعی خواهد کرد که اون دسته از کشورهایی رو که حالا اگر نگیم که طرفدار جمهوری اسلامی ایران میتونن باشن، لااقل دیگه دشمن جمهوری اسلامی ایران نیستن، ایشون سعی خواهد کرد که یک حداقلی رابطه با این کشورها ایجاد بشه، یعنی با کشوری مثل فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، استرالیا. ایشون تلاش خواهد کرد که در عرصه خارجی یه مقداری از این آبی رو که رفته ظرف این 8 سال به جوی برگردونه و چهره ایران رو یک مقداری معتدل بکنه. و خیلی ممکنه که در سال اول ایشون نتونه به خارج از کشور سفر بکنه، اما تردید ندارم با بهبودی که ایشون دست کم با اتحادیه اروپا به وجود خواهد آورد در سالهای بعدی بتونه به اروپا سفر بکنه. خب این صحبت‌ها رو هم شنیدیم، صحبت مسیح علی نژاد و آقای صادق زیبا کلام بود از کاوه نازنین در سایت مردمریپورت.net. هم تشکر میکنم. اگر که برات مشکله وقتی به سایت میان تیوی میای اونجا که نوشته آخرین اخبار کلیک کنیم مستقیم به سایت مردمریپورت.net شما رو راهنما خواهد بود. عرضم به حضور شما که یکی دوست دوستان زنگ زدن
و تلویحاً اعتراض کردن و گفتن که این صحبتایی که میشه اینجا یه جوری، یعنی علی خصوص صحبت آقای ساسان یه جوری ارتجاعی بود، برای اینکه میگه چرا اگر تو رأی ندی میری تو سمت صفحه خامنه ای. من چنین استنتاجی نکردم از صحبت آقای ساسان، ولی من معتقدم که اصلا اساساً تحریم کردن یا شرکت کردن، یعنی شما یه چیزی رو قبول داری از اساس ولی این یه رو قبول نداری، این یکیش مثلا خوب نیست اون یکی دیگهش بهتر. من به عنوان آدمی که از بنیاد عدوی تو نیستم، انکار تو هستم، منکر ماجرا هستم، تحریمش زن برای من بیمعنیه، چیزی وجود نداره که من برم تحریمش بکنم. همونطوری که توی جنبش سبز هم همین موزه رو داشتیم، همین موزه رو داشتیم و گفتیم که نه ما اصلا کاری نداریم به داستان. من یه چیزی رو میفهمم که بایستی که، یعنی اون حرفی که مقاله جمعه گردی این هفته دکتر نوریالا هم بشه شاید، شما یه چیزی بهش عرضه کنی بعدش یه که این نخر از این بخر، ولی وقتی چیزی وجود نداره و گفتم که اقتصادم وارد معیشتم وارد سیاست شده است، من نمیتونم به اون مردم بگم که تو چیکار بکن تو چیکار نکن، اینو میتونم بفهم. خودش باید تصمیم میگیره چه بکنه چه نکنه. یه چیزی که این وسط ما نداریمش متاسفانه فرهنگ مدرنه. دیروزم به اشاره مختصری کردیم که مثلا قانون رو ببریم، گفتیم قانون رو نوشتن دادن دست اونا هم رفتن و کشورشون هم گوشتن کشور آزادی، قانون اساسی هم کنن بردن، ولی روحش رو با خودش نبرد، به همین دلیل موفق نشد. تکنیک رو ما در ایران آوردیم، صنعت مدرن کردیم جامعه رو، به راستی مدرن بود جامعه ایران، هنوزم مدرنه، ولی روح مدرن ندارد. اونجا کم داره، اونجا باقی میاره، اونجا دیگه اونجا پاشگیر میکنه. نمیدونم چجوری میشه روح مدرن رو به جامعه انتقال داد، پدیده اخلاق. من فکر میکنم که اون نواری که دیروز از اون دختر پخش کردیم، به جای اینکه بیای بگی که این دختر چند سالش بوده 76، اصلا به اون نگاه نکن چند سالش بوده 76، ما اصلا نبودیم عصر مصدق، ولی راجعش حرف میزنیم دیگه، ما در عصر مشروطه نبودیم ولی راجعش حرف میزنیم، تو عصر رضاشاه نبودیم ولی راجعش حرف میزنیم دیگه. نباید که حضور داشته باشی حتما اونجا، شاهدشون رو میبینی، کشف و شهود دیگه، میبینی کشف میکنی و به عینیت به شهود میرسی، میبینیش عینیتشو در جامعه. اون چی که تو اون نواره بره من به من نشون داده شد اینه که تلویزیونه داره میگه آقا بیخوادی برای چی شرکت میکنی، ما که رفت گردیم نشد، اونجا رفتیم نشد، اینجا رفتیم نشد. اون از جامعه میترسد، اون از مردم ایران میترسد، از حضور مردم میترسد. من باور میکنم که در این انتخابات پیش رو آقای رفسنجانی رو، حالا آقای ساسان گفت ممکنه که حتی شورای نگهبان رد کنه، بعد اون بیاد حکم حکومتی بده، چون که قبلا این کاری کرده دیگه، بعد اینو برای زیر انتخابات بگه من دستو گرفتم از اینجا بلندت کردم، اگر انداخته بودنت بیرون، ممکنه این بازی رو بکنه. ولی اگر که به انتخابات برسه بالشو میچینه. مشکل اونا اینه که در اون و هنوز به اجماع نرسیدن و این وسط یه شاخی وجود داره به نام این تیم مشروعی احمدی‌نژاد. ولی اون چیزی که باز من تو عرصه بزرگ داستان میفهمم اینه که یکی دیگه از محاسن این صحنه پیش روی نستش که این دست دار دسته حجتیه اصلا اوت میشن. این برای من نکته زیباشه، اینا دیگه برای همیشه از صحنه اوت میشن، اینا دیگه بر نمیگردن به سر. پیده امام زمان و نمیدونم این مزخرفات رو دیگه دور میشیم ازش، اون نقطه مرگ حجتی است. انتخابات پیش رو نقطه مرگ حجتی است. اینم یه گوشه یادداشت کن.
بگو تلویزیون میهن گفتش که انتخابات پیش رو نقطه مرگ حجتی در ایران است. اون طرح دیگه میمیره، اون دیگه تموم شد، نقطه پایانش رسید، تاریخ مصرفش به پایان رسید، دمکران بریم و این مزخرفات جمع میشه، اونا تمام میشه، اون پرونده بسته شد و من از این بابت بسیار خرسندم. ولی فکرم اینه که این رو محتمل است که، چون میگم اون ورم مثل همه جای دنیا بالاخره یه سری آدم ها تو اون بیت رهبری هستن کار میکنن دیگه، یعنی خامنه‌ای شب تا صبح نشسته داره چی نبوی، بالاخره یه عده میرن کار میکنن، میارن گزارش تهیه میکنن، گزارش رو خلاصه میکنن، خلاصه رو خلاصه میکنن، چکیدهش رو چهار صفحه میکنن، میگن آقا این چهار صفحه رو بخونی همه ماجرا توش نهفته است. اونجا هم نق میزنن، اونجا هم اعتراض میکنن، اونجا هم با هم تو سر کوله هم دیگه میزنن، مخالفت میکنن، موافقه میکنن، دو به یه اجماعی میرسن. یه پدیده اونجا وجود داره به نام سران نظام. یه بخشی از این سران نظام یه صد و خورده نفر سپاهی ها هستن. اونا هم یه جوری داره حس میکنه که بعضی معتقدن که نه اینا به منافع مالی رسیدن و فلان، میگه نه آقا الان جانم مهمتر است. درود بر پرویز صیاد، در وقتی اون نمایش صمد به جبهه میاد جبهه برمیگردد و نوشت یه گفتش که چرا صمد برگرد، گفت آقا اینا ما گفتن اسلام در خطر است، بری جبهه رفتیم جبهه دیدیم نه آقا جان خودمان در خطر است، بی خودی جانمان در خطر است و برگشتیم. حالا من فهم میکنم که اینا هم میگه بی خیال اون جانم در خطر است، حالا بعد دوباره من میتونم برگردم بیام یه جوری از یه جایی از یه سوراخ دیگه وارد شم، ولی اگه از برم که دیگه چیزی برام جا نمونده که. پس یه ولوله هم اون بر وجود داره به طور طبیعی. اینا یه تیکه و آدم دیگه دنبال منافع شریکم میکنه، میگه منافع میجاب میکنه که وایسم بی خودی چیز نکنم، اگه برم که اصلا دیگه هیچی، دیگه مرده باشم که شرکت نمیتونم کنم، حالا اگر زندم دوباره تلاش میکنم برمیگردم از این سوراخ دیگه میام تو، اینا مجبورن با ما کار کنن. اون بر چه آسی رو در آخر سر به زمین خواهند زد هنوز اون آسر رو معلوم نکرد. با این نواری که از قالیباف بیرون دادن، فاتحه قالیباف رو خوندن، حالا ما نمیدونیم، حتی یه چیزی هم یادت نره، ما نمیدونیم که این نواری که این ور بیرون داده این در سطح کشور چقدر توزیع شده است، چند نفر در داخل ایران از این نواره مطلع هستن، اینا رو که آمار نداریم که، نمیدونیم که. ولی به هر حال این خبر پخش میشه، در ایران هم یه جوری پخش میشه، ولی چقدرش من راجبه چقدرش دارم صحبت، اینکه اصلا نباشه که نیست که، از اونجا اومده چطوری ممکنه اونجا نباشه. بنابراین من بازم فکر میکنم که باید نشست نگاه کرد ببینیم که بالاخره در آخر اون گروه، حالا اینا رو ولش کن که اصولگرایان به نتیجه رسیدن نرسیدن و شکست خوردن، شکست ندارن، یه جامعه، یه گروهیه که اشغالگره، اینو یادت نره، اینا اشغالگرن در مبنای اولش، اینا اشغالگرن. اشغال یعنی این که یه عده آدمی به ضرب زوری بیان برن اون صندلی حکومتی رو بگیرن سر حکومت بشینن، اینا منتخب مردم نیستن. یعنی الان اگه بریم رأی بدین، مردم میخوان جمهوری اسلامی میخوان؟ نمیخواد دیگه، خسته شده، بریده از این داستان. پس بنابراین اینا به زور اون بالا نشستن. این نکته اول یاد باشه که اشغالگره، این وطنخواه نیست، این چیزی که اصلا در این وجود نداره پیده وطن میهنه، اصلا برش مهم نی. خودش میگه، میگه آقا اگه کسی راجب ایران حرف زد ولش کنه، به درد نمیخوره. تیتر بزرگ روزنامه‌هاشون این حرفا میزنه. پس این پدیده رو نداره، این پس اصلش وطن و اینا نداره، میهن رو اصلا نمیشناسه.
توی این چارچوبه که نگاه میکنیم، من بعید میدانم که خامنه ای بپذیره رفسنجانی رو برش گردونه. خیلی سخته، یه جور خودزنیه. باید نگاه کنیم اینی که گفت من زیر بار حرف زور نمیرم، مگر اینکه زور خیلی پرزور باشه. اگر نه اینکه اگه مردم ها مشارکت کنن تقلب نمیشن. این حرفا می چند دفعه ما این حرفا رو شنیدیم. میخوای نوارشو برات بذارم؟ چند دوره از این حرفا زدن و حلاقه و شکشه و شهر مناخسین دموکراسی مثل آرژانتین، مثل آفریقای جنوبی، مثل میگه مثل بله، یعنی دموکراسی یعنی مشارکت مردم، دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت مردم. این حرف هایی بر ما این حرف ها میزن یعنی که اینجوری نیستش. یعنی مثلا اشغالگره، این پدیده یادمون میره که اینا اشغالگرن. ما در خارج کشور هیچ وظیفه نداریم، نمیتوانیم به اون بگیم که اینطور اونطور، ولی اینو میتونیم بیان کنیم که آقا اینا اشغالگرن. اون از من پرسید خب حالا غیر اشغالگرش چیه؟ ندارم بهش عرضه کنم. به همین دلیل امروز ساعت 6 الان 40 دقیقه است شروع شده در 1500 یانگ سیویک سنتر تو مونتریال کانادا، مونتریال نه تورنتو، در تورنتو خیابون یانگ. اگه میتونید برید به این کنفرانس بشینید گوش بدید. محسن ابراهیمی یقینا حرف خوب داره بزنه، ایرج رو میشناسید. آقای حسین قلی‌پور هم آدم وزینی است، آدمی است که اشراف دارد به مسائل. بنابراین این سخنران امشب اونجا سخنرانی میکنم، ببینید که چرا ائتلاف صورت نمیگیره، مشکلش در کجاست. تو اول اینجا اینو بسازی، وقتی اینو ساختی همون علم استفاده از امکانات موجود. سیاست یعنی این دیگه، علم استفاده از امکانات موجود. چه امکانی شما بهش بدی؟ نداری بهش بدی. خب وقتی نداری اون تو اون بازی میکنه، تو زمین آقا خامنه‌ای وجوره بازی کنه، یه زمین دیگه ای وجود نداره که. بهمن نوشته استش آقا سعید سلام، ضمن احترام به جناب می‌خواستم به اطلاع برسم که به جای مسخره کردن من در برنامه خود به این نکته توجه فرمایید که افرادی توسط صدا و سیمای رهبری مصاحبه همگی منتخب و تایید شدن. من کی شما رو مسخره کردم رفیق؟ کی من شما رو مسخره کردم؟ مثلا یادم نمیاد من چیکار داشتم به شما که شما رو مسخره کنم. عذر میخوام، شرمنده ام، منو ببخش. ببخشید اگر که فکر کردی که من شما رو مسخره کردم، ازت پوزش میطلبم. من نه عزیزم، من چیکار دارم به شما شما رو مسخره کنم؟ من همه حرف شما رو دارم میزنم که من دارم همینو میگم. میگه از اون دختر اگه اومده اونجا تکس نکنن به من، بگو آقا این داره طرف اصلاح. نه آقا این اصلا طرفی چی نداره، این داره خلا داره عکس اینو داره به تو میگه. پیامشو دریافت کنی. میگه چه فایده داره ما تو انتخابات شرکت کنیم؟ نکنیم. اون داره اینو میگه که ای به نفع اصلاح طلبا بوده. من چیکار داشتم شما رو؟ نه آقا ببخشید، عذر میخوام ازت، شرمنده از شما. ساعت 7 شروع میشه، اوکی حتما ساعت 7 شروع میشه. برو اونجا، ازت خواهش میکنم برو گوش بده. محسن ابراهیمی از کمونیست کارگری، آدمیش که صحنه رو میشناسه، مقالاتشو من میخونم مرتب و چون بلنده اینجا نمیخونم. بعد عرضم به حضورت که ایرجم که معلومه، بعد آقای قلی‌پور هم کاملا روشنه، اما تو اطلاعیهشون نوشته بودن ساعت 6 بعد از ظهر. اگه هفته که خب برید دیگه، برید هفته بعد از ظهر برید اونجا. یه رو 20 دقیقه دیگه مونده، 1500 یانگ استریت سیویک سنتر
بریم اینو ببینیم که فرزاد همیشه جای خوب برامو داره. بریم اینو با هم دیگه ببینیم. بله، اینم از این فرزاد عزیزم و موزیک بسیار بسیار زیباش. چه دعواییه، دعوا نکنیم، بچه های خوبی باشیم با هم دیگه. این فیسبوک هم شده اسباب دعوا ها. اما امین ووحدی هم یه مطلبی رو نوشته و برای ما فرستاده، میگه شاید از خود بپرسید در این لحظات، نامه یک سخنگو به جناب خامنه‌ای رهبر، شاید از خود بپرسید در این لحظات پر التهاب علکی انتخابات، حالا چه وقت نام نوشتن به جناب خامنه‌ای می باشد؟ باور کنید نامه اصلا بی ارتباط با انتخابات نیست و حتی می تواند نه تنها سرنوشت انتخابات رو تعیین، بلکه سرنوشت جناب خامنه‌ای و نظام را بلافاصله عوض کنه، البته اگه برسه به دست آن جناب. اما چرا این نامه رو می نویسم؟ اخیراً و هر از چند روزی افرادی نچندان حقیقی با انبویی از افراد کاملا غیر حقیقی، یعنی اونچه در فرهنگ عامه امت فیسبوکی بدانها آیدی میگویند، دور هم جمع شد و تشکیل شورا و مجلس و از این دست در مقیاس 7 درجه ریشته، ببخشید، در مقیاس ملی میدهند و یکی از آن میان میشود سخنگو، بقیه میشوند شنونده. هر آنچه که سخنگو میگوید به نام ملت در میشود و هر آنچه که ملت میگویند جایی در نمیشود. و باز اخیراً مطلع شدیم که یکی از این سخنگویان نسبتاً حقیقی یکی از شوراهای غیر حقوق حقیقی نامه‌ای به جناب خامنه‌ای مستدام الاستبداد العالی نوشته و با نهایت احترام و نزاکت و رعایت عرف دیپلماتیک دیکتاتورها از وی خواسته که فوراً انتخابات غیر آزاد را متوقف و ترتیب انتخابات آزاد را بدهد. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، با دیدن این نامه ما نیز وسوسه شدیم تا به عنوان سخنگوی خودتان، یعنی همون ملت ایران، نامه‌ای به جانب دیکتاتور بنویسیم و از سخنان خودمون رو خدمت اون جناب عرض کنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. شاید بر من ایراد بگیری که ای آقا از طرف خودتون نامه بنویسی نه از طرف ملت ایران، که باید جواب این افراد که ایراد بنی اسرائیلی میگیرن عرض کنم به شما چه ربطی داره؟ شما هم برید برای خودتون ملت ایران تشکیل دهید و سخنگوی آنها بشوید. من خودم ملت ایران تشکیل میدم، من تو دهن این ملت میزنم. خلاصه من، یعنی همون ما، این نامه مطالبات خودمان، ببخشید خودتان، یعنی ملت ایران رو به شکل مختصر و مفید مطرح و امید مساعدت و توجه آن جناب دیکتاتور را دارم. متن نامه بدین شرط: از سخنگوی شورای دیروز تشکیل شده ملت ایران به جناب رهبر جمهوری اسلامی ایران بسم ای تعالی و با درود بیکران. جناب رهبر، با توجه به گزارشاتی که از سوی سربازان گمنام شورای ما در داخل کشور به ما رسیده است، به نظر می آید انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اسلامی غیر آزاد خواهد بود و سرنخ‌هایی از حضور مهندسین خودسر حضرت عالی برای مهندسی کردن این انتخابات به دست آمده. جناب دیکتاتور، ما خود به پاک دامنی شما ایمان داریم و پیشاپیش شما را از اتهام مهندسی انتخابات تبرئه می نماییم و یقین داریم که عوامل خودسر در سازمان نظام مهندسی بیت رهبری به قصد ضربه زدن به ستون خیمه نظام یعنی ولایت فقیه این کار را می کنند. لذا انتظار داریم فوراً سازمان نظام مهندسی انتخابات را لغو و تا تشکیل سازمان جدید و پیشنهادی ما برای مهندسی آزاد انتخابات، ببخشید همون برگزاری آزاد انتخابات که اسامی اعضای آن به پیوست این نامه تقدیم حضور شما می شود، انتخابات را متوقف فرمایید، که در غیر این صورت هر چه دیدی از چشم خودت دیدی. اول با ادب و احترام عرض میکنیم، بعد اگه متوجه نشدی یه جوری دیگه با شما رفتار خواهیم کرد. به طور مثال آبرویتون رو در فیسبوک میریزیم،
یا در سایت بالاتری موضوع رو داغ میزنیم که خامنه ای نه تنها دیگر جناب نیست بلکه خر هم تشریف دارد. با توجه به اینکه ما مخالف هر گونه اعمال خشونت بود و کلن اهل براندازی و این حرفا نیستیم، لذا به شما پیشنهاد میکنیم در نهایت سکوت و حفظ خونسردی خودتان را براندازی کنید تا مجبور نشویم برخلاف میل و اساسنامه شورایمان شما را براندازیم و طرحی نو دراندازیم و فلک را سخت بشکافیم که این کارا در شأن ما هست و نه به سود آن جناب و مهمتر این که شکافتن سقف فلک خطر پاره شدن لایه اوزون را در پی دارد و برخلاف کنوانسیون های بین المللی حفظ محیط زیست نیز می باشد. به دلیل این که می دونم شما جسم علیل و جان ناقابلی دارید که حاضرید آن را هم در راه اسلام فدا کنید، لذا برای پریز از هر گونه فشار بر جناب عالی که می تواند منجر به فدا شدن شما در راه اسلام شود، به شما پیشنهاد می کنیم به شکل کاملا داوطلبانه خودتان را به همراه خودشان یعنی آقا مجتبی در اسرع وقت به نزدیکترین پاسگاه پلیس اینترپل در تهران یا شعبان در شهرستان معرفی فرمایید تا ترتیب انتقال مسالمت‌آمیز شما به دادگاه لاهه داده شود، که در غیر این صورت مجبور می‌شویم پرونده شما در دادگاه لاهه را که چند وقت پیش باز کرده بودم و به دلیل وساطت برخی از دوستان آن را پیگیری نکردم دوباره به جریان انداخته و پیگیری نمایم. مطمئن باشید که در رابطه با شما همه گزینه‌ها روی میز بنده ببخشید میز شورا موجود است و ما روی رفتار شما بسیار مجله فوکوس کرده ایم. در هر صورت خدا روزیتان را جای دیگری حواله کند. دست از سر ملت ایران بردارید و بگذارید ما خودمان دستی بر سر رویشان بکشیم و انتخابات آزاد برایشان برگزار کنیم. ما تجربه این کار را در فیسبوک و با استفاده از آخرین فناوری‌های اینترنتی داریم. در انتها از شما تا حد التماس خواهش میکنم اگر با پیشنهاد انتخابات آزاد من موافقت نمی‌فرمایید، حداقل اجازه دهید من در همان انتخابات غیر آزاد شما شرکت نمایم. با التماس دعا التماس می‌نمایم تا نظرتان به نظر من نزدیک باشد. امیدوارم از خواندن این نامه کوبنده ما دچار وحشت نشوید و خدای نکرده غالب توهی نفرمایید. و سلام البدرود. این هم کاری از آقای امین موحدی بود که برای ما فرستاد و ما هم برات خواندیم و این هم در حقیقت از این. اما استاد ما که میدونی قراره که یک کنفرانس در مورد سوریه در ماه جون در ژنو سوئیس برگزار شود، ولی نمیدونم که چرا برگزار نمیشود و ایران قراره است که در این کنفرانس شرکت بکنه. به پیشنهاد روسیه گفته که ایران و عربستان دو تا کشور همسایه و دوست سوریه تو این داستان شرکت بکنن. فرانسه با شدت مخالفت کرده، گفته این مزخرفات چیه میگی؟ بعدم شما هم بی خودی دست بردید از حمایت روسیه، از حمایت کجا بود سوریه، و این کارا رو نکنید، به نفع هیچ کدام از ما نیست. بریم یه قطعه دیگر رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم بقیه داستان رو با هم دیگه پی بگیریم. ممنون. عرضم بزرگ شما که این را هم در فرصت دیگری دنبال خواهیم کرد. بگردیم به سر مطلب اول آقای علی لاجی ببینیم چی گفته. هاشمی رفسنجانی چالش جدید اپوزیسیون یادداشت انتخاباتی علی هاشمی. بفهمی شما اصل شما بخیر آقای دنگانی. لیلا هستم از ویرجینیا. لیلای بزرگ بفهمید عزیزم. خواهش میکنم. خواستم بگم خسته نباشید. در ضمن از آقای ساسان خواهش کنیم که بیشتر بیان رو خط شما. چون خیلی صحبتایی که میکنن به دل میشینه. این یکی. بعد شما از رومینا خبر ندارین؟ از خانم رومینا چرا هر از گاهی یه ایمیلی میزنه، یه چیزی دو تا کار برامون میفرسته، ولی نه مثل گذشته.
مثل گذشته. بله. برحال امیدوارم هر جا هست سلامت باشه. امیدواریم. ممنونم. خب سپاس. خدا نگهدار. قربانت برم. مرسی. عرضم به حضور شما که آره این دوستان خوب ما بودن در هستن، یعنی در حقیقت. هاشمی رفسنجانی، چالش جدید اپوزیسیون، یادداشت‌های انتخاباتی علی لایجی قسمت پنجم. در 30 سال گذشته نیروهای مخالف رژیم ایران از طریق تحریم و بعضن از طریق شرکت در انتخابات ماهیت اصلی رژیم نامشروع حاکم بر ایران را به جهانیان شناساندند. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری دور 6 و 9، انتخابات شورای شهر و مجلس خبرگان، مردم انتخابات رو تحریم کردن و رژیم هم در بعضی از مواقع مجبور به اعتراف شد و اعلام کرد که نرخ مشارکت 50% بوده. اما در انتخابات سالهای 76 و 88 اکثر مردم انتخابات رو تحریم نکردند و برعکس انتظار رژیم به میدان آمدند تا به خامنه‌ای نبگویند و در این راه هم موفق بودند. پیامد پیروزی مردم در 2 خرداد 76 باز شدن فضای بسته سیاسی بود. در سال 88 هم مردم به خامنه‌ای نگفتند، اما این بار پیروزی بهتری نسبت به 2 خرداد نصیب مردم شد. در این دوره مردم به خیابان آمدند و حدود 6 ماه تمامی عرصه‌های قدرت را بر رژیم تنگ کردند و اگر حمایت پنهان قدرت‌های غربی و شرقی از رژیم جنایت نبود، در همان سال این رژیم ساقط شده بود. در این دوره همچنین مشروعیت حاکمان اسلامی تهران در مجامع جهانی از بین رفت و حتی مقداری آبروی نزد مردم کشورهای عربی داشتن آن را نیز برباد دادند. اما انتخابات سال 92 را باید از دیدگاه دیگری مورد بحث قرار. من این بحثی که خارجی ها نذاشتن و اینا را نمیفهمم. چه ربطی به خارجی ها داشت؟ سازمان نداشتی؟ هیچ ربطی به خارجی نداره اصلا. چه ربطی به خارجی داره؟ چیکار داره به ما خارجیه؟ خارجی میخوان ماست خودشو میخوره، با ما چیکار داره؟ شما بساز اون میخره، سعی میکنه ارزون بخره، مفت بخره، سرتم کلا بزن، برای اون فرقی نمیکنه که، خریداره. شما ما نداشتیم، هیچ نیروی جایگزین نداشتیم، هیچ سازمانی وجود نداشت که خط بده به اون. اون همین که داره میگه زور عاشورا یزید از گور برخاست و فلان، به راستی زور عاشورا یزید از گور برخاست. صحنه دست مردم بود، سامانی وجود نداشت. ولش کن، اون گو ولش کن، نگی به گناه داره، ما نه خشونتی نیستیم، اصلا خشونه یعنی بده، مثلا این مزخرفات به ایشه گفتی، به خارجی چه ارتباطی داشت؟ شما سامانتو درست کن، خارجی میاد دنبال شما. حتی ایده رو گول زده دیگه، انقدر گول زده که دویدی رفته شورای ملی درست کرده، من که خارجی گوه که من دارم، نه قلابی، نه قلابیش، نه راستی راستیشو درست کن. این که بلندشی اصلا، این هیچ وقت جامعه ایران اینو نپذیرفته، در طی تاریخش اینو نپذیرفته. خشایارشا رفت اون یارو رو گرفت، بعد سرشو کرد زیر آب، گوه این چیه؟ گوه این در باز کرد ستون پنجمه، به جایزه بدین. بردی سر کوک و آقا بیا جایزه شو بشین، جایزه رو بشتن همونجا زدی زمین، همونجا هم زدی زمین سرشو برید، گفت بالا جایزه شو بشین، این به کشور خودش خیانت کرد، چگونه به من خیانت نمیکنه؟ نمیپذیر. بعد شما یه عده چاق و لاغه بلندشی بری 25 و 26 به دعوت پارلمان اون مملکت، کجاست اسمش، پارلمان اروپا، پارلمان سوئد، بری تو پارلمان سوئد اونجا بشینی حرف بزنی. خب اصلا این معنی نداره که. چه معنی داره؟ چی یعنی؟ آقای خادم پولش تموم شد؟ چی شد آقای خادم پولش از بین رفت دیگه، پول نداره خرج کنه؟ این چرا وقت میزنه پر؟ چی شد پول آقای خادم چند تموم شد؟ بریم پارلمان سوئد
اون دفعه گفتی اولاف پالمه، گفتیم یه نهاد مدنی، حالا بی خیال دیگه راسی راسی گندش رو در آوردی آقای مهران براتی، دیگه راسی راسی گندش رو در آوردین شما. پارلمان سوئد بریم اونجا چکار کنیم اونجا؟ میتر خودم کار کنی؟ آقا خادم گفت ما پول داره. آقا خادم پس چی شد؟ پولش تموم شد؟ ربطی به خارجی نداره برادر من. شما سازمان نداریم میخوری زمین، تا زمانی که سازمان درست نکنی همینه. اما انتخابات سال 92 را باید از دیدگاه های دیگری مورد بحث کرد. این انتخابات برعکس دورهای گذشته نه نامزدی وجود دارد که جانب رژیم را افشا کند، نه مشروعیتی برای رژیم مانده که با آشکار کردن تقلب بتوان مشروعیت نظام را زیر سوال برد. در این دوره آقای رفسنجانی امید اصلاح طلبان برای بازپس گرفتن قدرت و صدارت است و آقای مشایی هم امید طبقه محروم و روستایی برای استمرار پرداخت نقدی به آنان می باشد. جلیلی قالیباف ولایتی هم که استمرار خط نیروهای تندروی رژیم است. لذا از یک طرف این انتخابات اولین چالش بزرگ بین نیروهای اپوزیسیون پس از انقلاب 57 میشد، شاید هم بتوان پوست اندازی نیروهای اپوزیسیون تعبیر کرد. از طرف دیگر این انتخابات برای نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی هم مهم است، زیرا با انتخاب رفسنجانی بستر مناسب برای تجمیع نیروهای وفادار به راه آقای خمینی فراهم خواهد شد. حال سوال این است که کدام نامزد ریاست جمهوری بیشترین ضربه را به اپوزیسیون نظام وارد خواهد ساخت. برای شناخت بهتر نگاهی به نامزدهای جناح‌های مختلف می‌اندازیم. آقای جلیلی و سایر نامزدهای متعلق به جناح تندرو رژیم، آرزو آقای خامنه‌ای این است که یکی از نامزدهای نزدیک به بیت رهبری عهده‌دار ریاست قوه مجریه شود و همه نیروهای وابسته به نظام هم از این انتخابات خرسند خواهند بود. اما فشاری که روحانیون و اصولگرا و مؤتلفه به رهبر وارد می‌کنند ممکن است رأی رهبر را به سمت رفسنجانی سوق دهد. پیروزی هر یک از نامزدهای این جناح تأثیری بر عملکرد اپوزیسیون نخواهد گذاشت. هاشمی رفسنجانی. رفسنجانی عامیان زیادی در داخل نظام دارد. حزب مؤتلفه، اصولگرایان سنتی، اصلاح طلبان حکومتی، بیت خمینی و بسیاری از مسئولین حکومتی و روحانیون بلندپایه که به خاطر مصالح فردی حمایت آشکار نمی کنند از جمله حامیان هاشمی رفسنجانی هستند. کشورهای منطقه از جمله عربستان، پاکستان، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از پیروزی هاشمی خوشحال خواهند شد، زیرا منافع این کشورها با وجود یک دولت ضعیف و ذلیل در ایران بهتر تامین خواهد شد. کشورهای غربی از جمله انگلستان هم منتظر روی کار آمدن یک دولت میانه و دوست هستند تا برنامه خود را در منطقه به جلو ببرند. مشایی نامزد جناح احمدی نژاد. آقای مشایی و کلا جریان احمدی نژاد دارای پایگاه ثابت در اقشار جامعه نیستند و حمایت طبقات پایین جامعه هم همیشگی نیست. مشایی حتی در بین نخبگان و روشنفکران هم پایگاه ندارد. اپوزیسیون خارج از کشور هم روی مشایی حساب نکرده، زیرا اپوزیسیون فقط با انحلال رژیم قانع میشه. بنابراین مشایی توان اثر بخشی روی اقشار اجتماعی ندارد. اما جذاب است، اون میتواند خاتمی 76 یا موسوی 88 باشد، اما اکنون به نظر خیلی کند است و شاید هم منتظر عبور از صافیه شورای نگهبان است. او تنها نامزد ضد روحانیت است و پیوند سببی با روحانیه ندارد، لذا احتمال حمایت جمعیت خاموش از ایشان زیاد است، به شرطی که موضع‌گیری تندتری علیه مفسدان اقتصادی ابراز دارد و تعدادی سند رو کند و برای پس از انتخابات برنامه داشته باشد. در خصوص مشایی باید اضافه کرد که حتی اگر جمعیت خاموش هم به سمت مشایی بروند، نیروهای اپوزیسیون و فعالان سیاسی و تاثیرگذار در کنار مشایی نخواهند بود، لذا با وجود کاندیداتوری مشایی ضربه‌ای به جبهه اپوزیسیون وارد نخواهد آمد. حال با توجه به نامزدهایی که از سه جناح حکومت نام برده شدن، کدام یک بیشترین ضربه را به وحدت اپوزیسیون وارد خواهند شد؟ یا به عبارت دیگر سوال این است که قبل از اینکه به موضوع این رفیقمون بپردازم، یادت هست در ماه سپتامبر
آقای صالحی گفتش که برید به سمت بعد وزارت خارجه، سیاستش اینه که یه بودجه بذاره برای لابی در خارج کشور و بریم اپوزیسیون همسو رو بیاریم برای اینکه به دنیا بگیم که شما در مورد هسته‌ای کج فهمیدید، ما اصلا قصدمون اینا نیست و اصلا اینجوری نیست و الان توی مذاکرات همه حرفشون اینه که ما اصلا اینجوری نیستیم و اونقدر که شما میگی ما غنی‌سازی نکردیم و به خط قرمز که شما میگی نرسیدیم و ما کم داریم و اینا مقداری داریم زیر 200 کیلو اونو داریم روش کار میکنیم ولی نرسیدیم هنوز به خط قرمز و اینا، شما هم تحریما رو بردارین بیخودی اشتباه میکنین و این حرفا میزنن. اونم بهش گفتش تو وزارت خارجه هم گفتم تر 5 ساله دارم برای لابی در خارج کشور سرمایه گذاری کردم بودجه براش تعیین کردم، یاد میاد اینا رو؟ موسوی و کروبی بهانه است، اصل نظام نشانه است. حالا با توجه به نامزدهایی که از سه جناح حکومتی نام برده شدن، کدام یک بیشترین ضربه را به وحدت اپوزیسیون وارد خواهد شد؟ یا به عبارت دیگر سوال این است که کدام نامزد به اعتبار نیروهای اپوزیسیون در مجامع جهانی لطمه خواهد زد؟ کدام نامزد باعث انشقاق و جدایی در بین نیروهای اپوزیسیون خواهد شد؟ کدام نامزد طول عمر نظام جنایتکار را افزایش خواهد داد؟ کدام نامزد در خدمت اربابان منطقه‌ای و دولت فخیمه خواهد بود؟ کدام نامزد استاد کاهش ارزش پول ملی است؟ کدام نامزد قدرت مطلقه را به روحانیون و آقازاده‌ها باز خواهد گردم؟ کدام نامزد جنایتکارترین شخصیت جمهوری اسلامی در طول 34 سال گذشته است؟ پاسخ همه سوالات فوق اکبر هاشمی رفسنجانی است، میآید تا پیروان خط امام را جمع کند و به چپاول ملت ادامه داد. اون میآید عمر نظام را افزایش داد. اون میآید تا چالش دیگری برای نیروهای اپوزیسیون به وجود دارد. هرچند ما این چالش را به فال نیک میگیریم تا نیروهای بزار اپوزیسیون ماهیت اصلی خود را نشان بدهند. اما واقعیت این است که همه ریزش‌ها در جناح مخالفان رژیم یا اپوزیسیون خریداری شده یا اپوزیسیون صادراتی نیستند. تعداد قابل توجهی از فعالین سیاسی خوشنام هم ممکن است فریب دولت‌های غربی، لابی رژیم در اروپا، آمریکا یا حتی عربستان را بخورند و از رفسنجانی حمایت کنند. همچنین بعضی از رسانه‌های تصویری که با پول دولت‌های عربستان، انگلستان و آمریکا به زبان فارسی پخش می‌شوند، برای منافع خود در طول انتخابات از مهمانان ویژه و مورد پسند جمهوری اسلامی دعوت کنند و به تشویق مردم برای حمایت از رفسنجانی بپردازند. اپوزیسیون تا 24 خرداد روزهای سختی را سپری خواهد کرد، اما حد داریم که پیروزی از آن ملت آزاداندیش ایران است. علی لاهیجی مطلب رو نوشته و مطلبش هم درسته. بشنویم بندی. ما موارد زیادی رو داشتیم که آفت افتاده به پرسنل وزارت خارجه. مثال تکذیبی که کردن در مورد اون دیپلمات بزهکاری که در برزیل اون کاری کرده و بعد گفتن انسان خوشنامی هستش، یا تکذیب این که بحرین و کویت چند تا از دیپلمات ها رو اخراج کرده بودن و گفتن نه اینها ماموریتشون پایان پیدا کرده. متاسفانه این بنای سخن کذب گفتن خیلی رایج هست در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی
و بر اساس همین ما می توانیم استناد بیشتری رو به صحبت دولت بوسنی بکنیم، با توجه به اینکه دولت بوسنی روابط بدی با ایران نداشته یه بخواد در این حال حاضر دروغ بگه در این خصوص. اما رفتار دیپلماسی کذب سیاست خارجی ایران موارد عدیده‌ای داشته. آیه علیزاده، عنصر نامطلوب در ادبیات دیپلماتیک چه معنایی داره؟ بر اساس کنوانسیون 1961 وین، دیپلمات‌ها از مسئولیت برخوردار هستند به شرط اینکه از حوزه مسئولیت خودشون سوء استفاده علیه منافع دولت محل اقامت نکرده باشند. یکی از دیپلماتی دست به تخلفاتی بزنه که منافع اون کشور رو مورد خطر قرار بده، به عنوان عنصر نامطلوب شناخته میشه. چون نمیتونم اون رو دستگیر بکنم بر اساس مسئولیت سیاسی، دستور اخراج او رو میدم. و در این مورد که دو دیپلمات همزمان اخراج شده باشن، به هر حال حتی یک موردش هم بسیار ناگوار هست اگر بین دو کشور اتفاق افتاد. حالا دو دیپلمات همزمان اخراج بشن مسلماً معنای خاصی داره. و آقای علیزاده، با توجه به رابطه ایران و بوسنی هرزگوین که شما خودتون هم به اون اشاره کردید، فکر میکنید تخلف این دیپلمات ها از چه نوعی ممکنه بوده باشه که منجر به چنین مجازاتی شده؟ اگر بیاد داشته باشیم در دورانی که بوسنی هرزگوین اعلان استقلال کرد، از شخص اول مملکت دستور حمایت از دولت بوسنی صادر شد و سرمایه‌گذاری های تبلیغاتی و نظامی و سرمایه هنگفتی برای کمک به مردم بوسنی که بخش زیادشون مسلمان هستند فرستاده شد. و به هر حال دولت بوسنی هرزگوین اینک در جغرافیای اروپا شکل گرفت. با این هزینه زیادی که جمهوری اسلامی برای بوسنی کرده، اخراج این دیپلمات ها در فضای دوستانه که حاکم بود مسلماً معنا و مفهوم خاصی داره. باید منتظر باشیم ببینیم آیا دلایل اخراج اینها گفته خواهد شد یا نه. ولی از موارد بزهکاری که در برزیل دیدیم تا سوء استفاده سیاسی، میتوانه همه اینها رنج این تخلفات باشه. و آقای علیزاده، به نظر میرسه که پیشینه اخراج دیپلمات‌های ایرانی در چند سال اخیر به شدت زیاد شده. بحرین، کویت، برزیل رو شما اشاره کردید و همینطور شاهد اخراج دو نفر از دیپلمات‌ها از بوسنی و هرزگوین هستیم. آیا این حجم واکنش‌های سیاسی دولت‌ها به دیپلمات‌های ایرانی رو ما در دولت‌های پیشین هم داشتیم؟ نه، خیر. تا مثال دیگه هم بزنم که پس از انقلاب نیست، حتی آقای حسنی مبارک ما شاهد بودیم یک دیپلمات ایرانی هم اخراج شدش. پس از انقلاب مصری که دولت ایران ادعا میکنه انقلابات منطقه الهام گرفته از انقلاب اسلامی سال 57 هستش. یک کلام باید بگیم که آفت بسیار سنگینی به دستگاه دیپلماسی ایران وارد شده و متاسفانه بخشی از همین آفت ناشی از دستورالعمل‌های بسیار خطایی هستش که به دیپلمات‌ها داده میشه و اونها میخوان دستور مافوق رو اجرا بکنن و در نتیجه منجر به این میشه که از نظر دولت مترقب عنفی عمل خلاف مسئولیت محسوب میشه و یا بعضی اوقات به بزهکاری اخلاقی یک دیپلمات هم مثل مورد برزیل میتونه مواردی باشه که منجر به اخراج بشه. ما موارد زیادی رو داشتیم که آفت افتاده به پرسنل وزارت خارجه. مثال تکذیبی که کردن در مورد اون دیپلمات بزهکاری که در برزیل اون کاری کرده و بعد گفتن انسان خوشنامی هستش، یا تکذیب این که بحرین و کویت چند تا از دیپلمات‌ها رو اخراج کرده بودن و گفتن نه، اینها ماموریتشون پایان پیدا کرده. متاسفانه این بنای سخن کذب گفتن خیلی رایج هست در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و بر اساس همین ما میتوانیم استناد بیشتری رو به صحبت دولت بوسنی بکنیم، با توجه به اینکه دولت بوسنی روابط بدی با ایران نداشته یه بخواد در این حال حاضر دروغ بگه در این خصوص. اما رفتار دیپلماسی کذب سیاست خارجی ایران
موارد عدیده ای داشته. آیه علیزاده، عنصر نامطلوب در ادبیات دیپلماتیک چه معنایی داره؟ بر اساس کنوانسیون 1961 وین، دیپلمات‌ها از مسئولیت برخوردار هستند به شرط اینکه از حوزه مسئولیت خودشون سوء استفاده علیه منافع دولت محل اقامت نکرده باشند. اگر دیپلماتی دست تخلفاتی بزنه که منافع اون کشور رو مورد خطر قرار بده، به عنوان عنصر نامطلوب شناخته میشه و چون نمیتونم اون رو دستگیر بکنم بر اساس مسئولیت سیاسی، دستور اخراج او رو میدم. و در این مورد که دو دیپلمات همزمان اخراج شده باشن، به هر حال حتی یک موردش هم بسیار ناگوار هست اگر بین دو کشور اتفاق افته. حالا دو دیپلمات همزمان اخراج بشن و مسلماً معنای خاصی داره. و آقای علیزاده، با توجه به رابطه ایران و بوسنی هرزگوین که شما خودتون هم به اون اشاره کردید، فکر میکنید تخلف این دیپلمات ها از چه نوعی ممکنه بوده باشه که منجر به چنین مجازاتی شده؟ اگر بیاد داشته باشیم در دورانی که بوسنی هرزگوین اعلان استقلال کرد، از شخص اول مملکت دستور حمایت از دولت بوسنی صادر شد و سرمایه‌گذاری های تبلیغاتی و نظامی و سرمایه هنگفتی برای کمک به مردم بوسنی که بخش زیادشون مسلمان هستند فرستاده شد و به هر حال دولت بوسنی هرزگوین اینک در جغرافیای اروپا شکل گرفت. با این هزینه اینم راجب اخراج دو دیپلمات، من دیروزم اینجا عرض کردم که انقدر حواستو به داخل نده، حواست به بیرون باشه، ببین بیرون داره چه اتفاقی میفته. بیرون رو نگاه کن ببین در بیرون داره چه اتفاقی میفته. فرانسه خواهان تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران شده، آمریکایی‌ها به روس‌ها فشار آوردن که بیخودی چرا داری سلام میدی به بشار اسد؟ ما میگیم بشار اسد برود تو بهش سلام میفروشی و دعواست، خلاصه دعوا. و روسا گفتن که نه، ایران و عربستان بیان سر میز مذاکره بشینن در ماه جون در ژنو. فرانسه گفته که نه آقا، این مزخرفات چیه میگه، اینا اینجوری نیستش، دعوا دعواست و اینا نمیتونن وارد این داستان بشن. و موضوع دیگه ای که باز دوباره هست، مسئله این کشتیگیرها بوده که قرار بود بیان اینجا لس آنجلس، چه تبلیغاتی میکردن، ساز میزنیم دهول میزنیم تو رو خدا بیاره، اون میخواست پرچم ببره، اون میخواست پرچم بیاره و اصلا اینا برگشتن، مثلا وقعی ماجرا نذاشتن که اصلا اینا رو دعوت کردن و چه کردند و چه نکردن. بذاریم مطلب رو دوباره بشنویم پیرامون ماجرای انتخابات رو، برمیگردیم و قضیه رو با همدیگه پی میگیریم. او 14 دقیقه زیاده. بفهمین شما، بفهمین. آقا درود بر شما، مسعود هستم از تورنتو. آقای مسعود از تورنتو، بفهمید آقای مسعود. آقای بهبانی، امروز من ناخودآگاه سرکار چند لحظه ای چند ثانیه ای تلویزیون نگاه میکردم، برای چند ثانیه سرکار، بعد اخبار زیرنویس رو نگاه میکردم، این 4 تا خبر رد شد. هستش که زیرنویس اخبار رو مینویسه، یکیش بمبگذاری در عراق بود، نزدیک 70 نفر کشته شدن، یکیش در کابل بود افغانستان، یکیش در پاکستان بود و همطور بعدش هم کشتار در سوریه. و ناخداگاه این 4 تا کشور، حالا نیجریه رو اینو بعدش گذاشت، کلام میدید که گاورمنت نیجریه داره با اسلامیست ها اکستریمیست ها داره در قسمتی داره در کشور داره می جنگه و اولتیماتوم. این پنج تا کشور همه مسلمان و به قول معروف فرایدی در همه جای دنیا مردم شادن، حالا از یک هفته کار اینا، این 5 تا کشور مسلمان، این مسلمان ها به جون هم افتادن و جز کشتار و بمبگذاری چیزی دیگه نبود. و این از این. و شما آقای بهبان، و من ناخودآگاه یک چیزی رو به ذهنم اومد،
و گفتم لعنت بر تو ای جیمی کارتر، لعنت بر تو. و حالا کارم دارم بوش با عراق چی کار کرد حالا اون، ولی تنها چیزی که مغز من خطور کرد که من واقعا کسی رو هیت نمی کنم، اصلا از کسی تنفر ندارم، ولی این ناخودآگاه این ذهن من رو لعنت رو به این جیمی کارتر فرستادم که بسرعت این حدی هفته به این ور میبینید که. و شما آقای بیبانه شما فرمودید که هفته گذشته صحبت از انقلاب ارتجاعی و مرتجع ایران، عقب افتاده ایران در 57، که من اصلا انقلاب انقلاب نمیگم، یک چطور بگم، واقعا یک دگرگونی، یک سرنگونی ارتجاعی. شما فرمودید آقای بیبانه که این فلسطینی میگن فلسطینی ها، نه آقای بیبانه شما اینطوری استنباط نکنید، فلسطینی ها 100,000 نفر 200,000 نفر در خیابان تهران راهپیمایی نکردن، ولی آقای بیبانه نیروی قسمت به اصطلاح نیروی نظامی فلسطین در 57 دخالت داشت. آقای بیبانه خدا بیامرز بازرگان زنده نیست که اینو بگه، ولی دیگران هستن که هنوز زنده هستن که اینو میتونن بیان بگن اگه شهامت داشته باشن. و شما فرمودید که شما نکردید، ولی نه آقای بیبانی، ببینید اگه اینو کسی میگه دلیل برای نیست که این سلطنت طلبه. آقای بیبانی شما فعلا همه چیز رو میکنید، اگه میگن آقا آمریکا چرا این کار کرد، چرا دخالت کرد، چرا اگه میخواست عوض کنه یه خوبش به می آورد، نه اون حمایت میکرد، ولی حمایت درستی میکرد، نه یه مرتجع یه آدم پیشرفته مترقی رو برداشت، یه آدم عقب افتاده رو ارتجاری جاش گذاشت، یعنی کمک کرد. آقای بیبانی اینا این صحبت ها که میشه طرفداران نظام پادشاهی نیستن. شما نمیدن مسعود شما فکر میکنید مسعود تو آبادان تو میدون من تموم کردم خدا به من دارید. آره میگم تو چیز تو آبادان تو انقلاب مگه نمیدونید این ور اون ور؟ بله آقا نیروهای ابو عمار نمیدونم ابوها زیاد بودن، با خود آقای بازرگان هم ارتباط داشت. میگم با تو چی؟ با تو تو آبادان چی؟ آقای نماینده بله با نماینده اولی نماینده مجلس شورای اسلامی در آبادان که سعید چیز که کیاوش بود که در بمبگذاری اون مجلس اونم پاش از دست داد و فلج شد. بله آقا اینا همیشه در خونه خود کیاوش، چون کیاوش رابطه با مکتب اسلام در کشورهای اسلامی داشت در بیر ربستان آبادان، و آقای بازرگان و بقیه میدونم خودت از خودت های آمریکایی. بله بفرمایید آقای بیبان. میگم خودت تو اونجا میدویدی تو آبادان تو انقلاب بودی، اونجا فلسطینی ها به تو میگفتن تو این کوچه برو اون کوچه نرو؟ آقا همه داغ انقلاب بودیم، شاد بره هر آشغالی میخواد بیاد. اشتباه کردیم، من اینو اعتراف. اشتباه. آقای نوری علام همین اشتباه رو کرد، شاد بره، ولی برنامه نداشتن آقای بیبانی. بسیار ممنونم ازت، سپاسگزارم. من این داستان این نوری علا رو نمیفهمم، این وسط من اینو نمیتونم حل کنم با خودم. همیشه به خود آقای نوری علا میگم شما این نقش کیسه بوکس رو بازی میکنی، چرا هر کی میخواد حرف بزنه آخرش یه لقب به تو میزنه؟ تو چی کار کردی که اینجور هر کی ارام رسه یه اسم تو رو میاره بی خودی؟ اینو نفهمستم بفهمم. همیشه میخنده آقای نوری علا. اون موقع همینطور بوده عزیز من، حالم همینطوره، فردا همینطوره، 100 سال پیش هم همینطوری بوده. چون تاریختو نمیدونی، نخوندی، نمیخوانی. وقتی تو دوره مشروطه هست، پیش از اینکه مشروطه اتفاق بیفته، تو اصل ناصری، تو اصل ناصرالدین شاه 20 سال آخر 50 سال حکومت کرده، ناصرالدین شاه 50 سال سلطنت کرده. وقتی میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه رو تو حرم از عبدالعظیم زد، ولیعت رو از تبریز وارد تهران کردن، مظفرالدین شاه رو اول حرف که زد گفت په میخوام قاتل پدرم ببینم، لحجه تمام ترکی حرف میزدن دیگه، پایتخت دوم تبریزه، بردن زیر سرداب نشونش دادن یه آدم زپرتوه ریقو اونجا نشسته در قل و زنجیر، بهش گفتش که تو
پدر منو کشتی، قاتل پدر من تویی، امام جعفر صادق و پشت دروازه‌های تهران داشتی. میرزا رضا از این حرف شوکه شد، بیدار شد، یه نگاهی بهش کرد و گفت برای هر کی که بد شد، برای تو کی که خوب شد. 50 سال ولیعهدی، 50 سال ولیعهدی. حالا اقلا میره شاه میشه دیگه. توی 20 سال دوره ناصرالدین شاه آدمای فرنگ رفته مثل ملکم، مثل طالب و مثل اینا، مثل آخان کرمانی، مثل اینا اومدن گفتن آخوندا بیان وارد سیاست بشن. گو آقا ما اصلا از علم سیاست هیچی بلد نیستیم، میترسیم بیان خرابتر بشه اوزا. اینا بذار اینا، بالاخره اینا اشرافا اینا بلدن، اینا علم سیاسه بلدن، علم پلیتیک میدانن. گفت نه، شما ارتباط با مردم دارید، از طریق شما ما میتوانیم پیامون رو به مردم منتقل بکنیم. شما جامعه رو نمیشناسی برادر من. مگ بر کارتر چی کرد؟ کارتر چی کار داشته به تو؟ تو رفتی تو خیابون گفتی مگ بر شاه. کارتر اومد به شما گفت بگی مگ بر شاه؟ نه، گوادالوپ گفتن دیگه. گوادالوپ ربطی به ماجرا نداره اصلا. گوادالوپ اونجاست که شاه گفته من صدای انقلاب شما رو شنیدم، هر در روزم یه نخست وزیر عوض میکنه. گفتن کمکش کنیم وایس. گو خودش حاضر نیست. گو باید چیکار کنیم؟ نظام کمونیست داره وارد میکنه، خطر کمونیسته. امروز کمونیست نیست، اگه بود همون کشتارهایی که میگی کشور مسلمان ها میکردن اون موقع داشتن کمونیست ها میکردن، تو آمریکای جنوبی میکردن. یه مش آدم بیچاره، همین اسپانیش ها، اسپانیکا که بیچاره ها این همه زحمه میکشن، همین ها کشته میشدن، بمب میذاشتن، میترکوندن. باز کنیم چشما رو، باید شست، جور دیگر باید دید. کارتر چیکار داره؟ خارجی چیکار به ما داره؟ شما باید سازمان داشته باشی، برنامه داشته باشی، وارد صحنه بشی. خارجی میاد نوکرت هم هست، او خریداره، اون مشتریه. ارزون میخواد، مف میخواد، همین الان میخواد، بهترینش هم میخواد، مشتریه دیگه. تو داری بهش عرضه کنی؟ نداری. خب سطح طلب چی این وسط؟ سطح طلب چه نقشی این وسط داره؟ اونو که اون سالهای پیش هادی خورسندی نمیشه رفیقی داشتیم سطح طلب بود، خیلی میکوبی، بعد مدتی ازش خبری نشد، بعد مدتها دیدیمش، گفتیم بفلانی چی شد؟ گفت رفتم ایران. گفت پس تو سلطنت طلب بودی؟ گفت آره، خب رفتم طلب و گرفتم گروه بابای سلطنت، بخش 50% شد درست کردم. گفت چی؟ گفت طلب همون گرفتم گروه بابای سلطنت. این که اینجوری نیستش. میگه این دوتا رو گرفتن، اخراج کرده از بوسنی هرزگوین، جایی که کل جمهوری اسلامی توی سرمایه گذاری که پول داد، مخارج داد، همه چی داد، همین پاسدارا فرستاد اونجا، همین نیرو قدس مطیع اینجوری دور شده. میگه چرا اونجا میزنه؟ میگه آقا این دوتا رو اخراج کردن به خاطر اینکه با یه رهبر وهابی که من عربستان سعودی نه ارتباط برقرار کرده داشتن آشیب دینی را مینداختن. مگه اینا طرفدار شیعه آقای خامنه ای نیستن؟ مگه وهابیا دشمن؟ مگه نه شب تو فوش نمیدن به وهابیا؟ علم سیاست، عالم سیاست اینجوری نیستش که. نگاه کن ببین ایران، ایران تو بیرون شهران نگاه کن، تو همه حواست کردی تو، تو هیچ خبری نی.
سگ زد برادر شغال، چه فرق میکنه؟ با چه میگیره؟ آره همه حواست نده اون ور، بیاد ما به یاد این ورم باش، این ورم نگاه کن، این ورم یه چشی بنداز به این ور چه خبره. همه حواست کردی اون ور، سرت کلا میره، بازم سرت کلا میره. نکنید اینجوری نیست، ماجرا این شکلی نیست. خاتمی بیاید که چه کنه. جمشید اسدی و مهران براتی، دوشنبه 9 اردیبهشت 29 آوریل 2013. باید توصیف که آمدن خاتمی دستاورد نیکی تواند داشت؟ به باور ما که نه. اگر نیاید هم برای آبروی خود او بهتر است، هم برای جنبش آزادی خواهی. برای آبرویش بهتر است، چون دوباره شهرت خاتمی رفته از گلبی چیند را زنده نخواهد کرد. بار دوم دیگر خنددار هم نیست. نیامدن خاتمی هم برای جنبش آزادی خواهی بهتر است، نخست به دلیل اینکه به انتخابات مهندسی شده و نمایشی اعتبار نخواهد داد. دو، دیگر عدم شرکت سید محمد خاتمی برای بسیاری از ایرانیان و نیز جهانیان نوعی اعتراض خواهد بود و به استبداد و حق‌کشی در نظام جمهوری اسلامی. اما شاید که خاتمی نیز به سمت و سوی قبول پرداخت هزینه و رویارویی تحول کرده باشد. این گمانی پرتردید است. در این صورت باید این تحول را در گفتار و کردار شنید و دید. از چنین دیدگاهی آمدن خاتمی نه تنها به شرطی میتواند فرصتی برای حاکمیت قانون و مردم باشد و شایسته پشتیبانی از سوی نیروهای آزادی خواه که داده های نوین سیاسی و درخواست امروز آزادی خواهان را بپذیرد. یعنی بپذیرد که بدون پرداخت هزینه نمیتوان به دموکراسی رسید. هزینه یعنی پذیرفتن مسئولیت به میدان آوردن مردم و مدیریت رویارویی با سرسختان، صد البته به شکل مسالمت آمیز رسیدن به حاکمیت قانون و مردم جز با تغییر نظام ولایی ممکن نیست. گیرم گام به گام تغییر نظام را میتوان از بازنگری قانون اساسی آغازید و مثلا بندهای مربوط به ولی فقیه، ویژگی‌های تبعیضی برای ریاست جمهوری و نیز نظارت گزینشی شورای نگهبان را از قانون اساسی برداشت. همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، قومی و مذهبی آزاد شوند و از تمامی اقلیت‌های مذهبی و قومی و عقیدتی و دیگر رفع بیدادگری شوند. کار و تبلیغ همه نهادهای مدنی و حزبی و سندیکایی آزاد شوند و مورد پشتیبانی قانونی قرار گیرند. نهادهای موازی اطلاعاتی و امنیتی منحل شوند. مجرمین حکومتی، امنیتی و اقتصادی دستگیر و محاکمه شوند. به فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به نهادهای فرادولتی چون بنیادها و سپاه پایان داده شود و بنگاه‌هایشان به بخش خصوصی واگذار شود. در کوتاه‌ترین زمان با ایالات متحده آمریکا روابط دیپلماتیک برقرار شود و با جامعه جهانی تنزدایی شود. رسیدیم به آخر نوشته. زبد سخن این که خاتمی رئیس جمهور کارنامه‌ای کمتر از حد انتظار آزادی خواهان، اما به هر حال نیک از خود به جای گذاشت. اما حالا اگر خاتمی بخواد با همان مواضع 16 سال پیش بازگردد، کارنامه‌اش منفی که هیچ، بلکه زیانمند خواهد بود. برای آنکه آمدن خاتمی فایده‌ای داشته باشد، باید پرداخت هزینه و رویایی با سرسختان را برای رسیدن به دموکراسی بپذیرد و
بگوید و به کار ببندد. چجوری باید این کار بکنم؟ چجوری من برم قانون اساسی رو عوض کنم؟ با آقای فلانی بگم تو دیگه رئیس نباش؟ به جنتی میشه برم چنین چیزی رو بگم؟ میپذیره؟ اما رد صلاحیت هاشمی مطلبی از رادیو فردا. موج درخواست رد صلاحیت اکبر هاشمی رسانی توسط شورای نگهبان چه معنایی دارد؟ فقط به 8 مورد از این موارد در زیر بنگرید. الف، جبهه پایداری رسما درخواست کرده تا هاشمی به عنوان یکی از عوامل و مجرمین فتنه رد صلاحیت شد و افسوده است رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی هاشمی مطالبه عمومی از شورای نگهبان است. ب، تعدادی از نمایندگان مجلس که ادعا شده 100 تن بودند طی نامه‌ای از شورای نگهبان خواستند تا هاشمی را رد صلاحیت کنند. آنان در بخشی از نامه دلایل خود را به شرح زیر توضیح دادند. نقش بعضی از کسانی که ثبت نام کردند و فرزندانشان در مدیریت فتنه و انسجام بخشیدن به سران فتنه و هماهنگ نمودن آنها بر هیچ کس پوشیده نیست، نامه سرگشاده تحریک‌آمیزی که به شعله آتشفشان دامن زد، اصرار وی بر ابطال انتخابات که خواست اتحاد استکبار جهانی بود، کلید فتنه با طرح انتخابات آزاد، پشتوانه شدن برای ضد انقلاب که در آخرین نماز جمعهش تجلی کرد و نپذیرفتن صحه شورای نگهبان بر انتخابات دور دهم، همه حاکی از این است که نمیتواند مسئولیت بزرگی چون ریاست جمهوری که امانت الهی و ثمره خون هزاران شهید است به عهده وی سپرده شود، خصوصا با مشکلات سنگین اجرایی و کهولت سن و کهولت سن نام برده بیم آن می رود که کار از دست وی خارج و به دست کارگزارانی می افتد که هیچگاه دل در گروه انقلاب نداشتند، اگر مواضع اخیرشان در مورد فلسطین و ولایت فقیه را هم در نظر بگیرید. عدول ایشان از اندیشه ناب امام خمینی دلیل دیگری بر مدعای ماست. ب، محمد دهخان عضو رئیسه مجلس گفته است که اگر شورای نگهبان بخواهد به قانون عمل کند، با توجه به کهولت سن آقای هاشمی و اینکه دیگر توانایی اداره کشور را ندارد، صلاحیت وی تایید نخواهد شد. ت، بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله احمد جنتی خواستار رد صلاحیت هاشمی شده و در تبیین علل آن نوشته است: دسته ای از این افراد در فتنه پیچیده که دشمنان داخلی و مزدوران داخلی برای براندازی نظام تدارک دیده بودند، نه تنها سکوت ننمودند بلکه با نامه ها، سخنان و ایما و اشاره خود ساز فتنه را کوک نمودند و آتش آن را شعله ور. ما نامه سرگشاده 19 خرداد این حضرات را در پیش روی خیش داریم، نامه‌ای که با گلایه‌های بی‌محابا و تهدیدهای فراوان خود چراغ سبزی برای فتنه‌گران شد. ما خطابه‌های آخرین نماز جمعه و سخنان متغایر با کلام رهبری برخی آقایان مدعی نجات کشور را مستنداً در اختیار داریم. ملت ایران چگونه می‌تواند کسی را که از سوی مردم برای نماز جمعه مقبول واقع نمی‌شود را مورد تأیید ببیند؟ سه، جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفته که هاشمی انشالله که رد صلاحیت میشد. اگر شورای نگهبان را رد صلاحیت نکند، ملت یک نه بزرگ به هاشمی میگوید. آقای هاشمی که کاری به اصولگرایان ندارد، ایشان در اردوگاه اصلاح طلبان است. حمید رسایی جیم نماینده مجلس مدیر مسئول هفته نامه نویده گفته است: هاشمی برای رقابت نامزد نشده، بلکه برای احیای خودش، یعنی از طریق تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان، استفاده از فرصت تلویزیونی که چند سالی از آن محروم شده کاندید شده است. کیست که نداند هاشمی رفسنجانی اصلی ترین عنصر محرک در فتنه سال 88 بوده است
کیست که نداند او تنها رأس فتنه سال 88 در داخل کشور بود و رؤوس خارجی فتنه نیز از رفتار او و همراهانش در داخل بهره بردند. برای اثبات این مدعا نیاز نیست به خودمان فشار بیاوریم، خصوصا که هاشمی خود به نقش محوریش در فتنه 88 معترف است و برای همین تاکنون از بکار بردن واژه فتنه درباره کودتای سال 88 اکراه دارد. کودتا از نامه بدون سلام و سلام هاشمی چند روز قبل از انتخابات سال 88 به رهبر انقلاب که در آن از دود آتش خشم احزاب و گروه های هوادارانش در آینده خبر داده بود تا تحرکات فرزندانش به ویژه مهدی و فائزه در هدایت اجرایی کودتای سال 88 و نقش کلیدی همسرش که فرمان به خیانوار ریختن را در شبکه های اجتماعی صادر کرد تا آخرین نماز جمعه وی که با تبلیغ و تشویق رسانه‌ای بیگانه برگزار شد و بسیار از امور دیگر که در جای خودمان می‌پردازیم، همه در نگاه افکار عمومی هاشمی را متهم اول فتنه سال 88 ساخته و تایید به شورای نگهبان یعنی برائت‌نامه‌ای در دستان هاشمی تا نه تنها او بلکه دنباله سیاسی و رسانه‌ایش بگوید که اگر حوادث سال 88 فتنه بود و هاشمی در رأس فتنه بود پس چرا تایید صلاحیت شد؟ بنابراین یا باید ما بپذیریم که حوادث سال 88 فتنه و کودتا نبوده یا باید بپذیریم که هاشمی و خانواده هماهنگ با او نقشی در این فتنه نداشتند که هر دو نادرست است. رسایی در پایان تکلمه‌ای به متن خود افزوده و نوشته است: این تحلیل در صورت انصراف حسن روحانی تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و یا رد صلاحیت هاشمی یا رد صلاحیت روحانی قابل خدشه خواهد بود و الا در آن تردید نکنید. اما حسین شریعت مداری چه در سرمقاله 18 تیر 92 کیهان تحت عنوان تبلهای توخالی استدلال کرده بود که آقای هاشمی رفسنجانی بین الله که اطمینان دارد در صورت نامزدی برای ریاست جمهوری 11 صلاحیتش تایید خواهد شد نامزد نمی شود. چرا؟ آقای هاشمی به خوبی می داند که پایگاه مردمی قابل توجهی ندارد و از سالن وزن‌کشی نامزدهای ریاست جمهوری 11 سنگین وزن بیرون نخواهد آمد. آیت الله هاشمی ترجیح می دهد ادعای برخورداری از پایگاه مردمی گسترده را در حاله ای از ابهام برای خود حفظ کند و این ادعا را برای ارزیابی صحت و سقمان در هیچ میدانی به آزمون نگذارد. چرا که ادعا مادام که میزان صحت و سقمان برملا نشده باشد میتواند در عرصه سیاست نقش شمشیر داموکلس را بازی کند و از آن برای تهدید و امتیازگیری استفاده شود. شرط و شروطی که این روزها آیت الله هاشمی مطرح میکند قبل از آن که برای نامزد شدن باشد توضیح نما برای نامزد نشدن است. برخلاف نظر قاطع نماینده ولی فقیه در کیهان هاشمی کاندید شد. اینک مهمترین تکتیرانداز رسانه خامنه‌ای تعبیری که آیت الله خامنه‌ای در جلسه انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان درباره کیهان به کار برد و حضرت آقایش ترسیده‌اند به همین دلیل در 26 اردیبهشت 99 ضمن توجیه مسحق خواستار رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی شده است و او در مطلبی تحت عنوان بلیت نوشته است. گودم حالا که آقای احمدی‌نژاد نشان داده در دولت اون مشرای همه کار است، اگر مثلا دور دیگر نامزد شود آیا شورای نگهبان صلاحیت او را تایید میکنه؟ گفتم معلومه که نه، این چه سوالیه. گفت خب حالا اگه آقای هاشمی با اعلام همه کار بودن خاتمی ثبت نام کرده است، آیا شورای نگهبان حق داره صلاحیت او را تایید کنه؟ گفتم مگه حضور چند ده میلیونی مردم در حماسه نوئدی اعلام برایت از همین وطن فروشان نبود؟ شورای نگهبان چگونه میتواند خواست چند ده میلیون از مردم را نادیده بگیرد؟ گفت شاید بعضی ها هنوز باور ندارن که نوئدی مراسم ختن فتنه‌گران بود. گفتم چه عرض کنم،
یارو برادرش مرده بود، مراسم ختم شلوغ شده بود، جوگیر شد برای شب هفت بلیت فروخت. محمد خاتمی که هیچ کاره هاشمی است، اما به فرض آن که همه کاره هاشمی بود، آیا این دلیل محکم رد صلاحیت است؟ از همه اینها مهمتر سخنان آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در 24 اردیبهشت 92 بود که به صراحت هاشمی رفسنجانی را مورد حمله قرار داد که علیه رهبری شمشیر از رو بسته. او میگوید که در جلسه بررسی صلاحیت شورای نگهبان گفته است سواب رسیدگی به اینکه چه کسی صلاحیت حضور در انتخابات را دارد و چه کسی فاقد صلاحیت لازم است و بیان آن با شجاعتی که فلانی حق ندارد کاندید باشد از انجام مستحبات و عبادات ماه رجب بیشتر است. اکثر پوست‌ها و سمت‌ها انسان را دچار پشیمانی می‌کنند. به عنوان مثال همین الان ما در شورای نگهبان مصیبت بزرگی داریم و بین خدا و دنیا گیر افتادیم. باید مراقب باشیم تا در سن 80 سالگی خدا و آخرتمان را به دنیا نفروشیم. متعکفین باید در روزهای اعتکاف به نظام و رهبری دعا کنند. معتکفین در حقیقت معتکفین باید در روزهای اعتکاف به نظام و رهبری دعا کنه. امروز رهبری تنهاست و دوستان نزدیک شمشیر را از رو بستن. این موارد را چگونه باید معنا کرد؟ یکم، حرکت خودجوش یا سازماندهی شده. یک احتمال این است که راست افراطی به طور خودجوش خواستار رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی است، اما احتمال دیگر این است که این حرکت توسط بیت رهبری سازمان داده شده باشد. در صورت دوم احتمال رد صلاحیت هاشمی بسیار افزایش خواهد یافت. دوم، رد صلاحیت و تایید صلاحیت به وسیله حکم حکومتی. ممکن است سناریوی خامنه این باشد که ابتدا هاشمی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود، سپس با حکم حکومتی رهبری بنابر مصلحت تایید صلاحیت گردد. اگر چنین شود این کنش در راستای تصویب فصل الخطاب بودن رهبری و وابسته کردن بیشتر بقای هاشمی در حاشیه نظام به خامنه است. به تعبیر دیگر آیت الله علی خامنه‌ای به هاشمی میگوید اگر من نباشم اینها تو را حتی زنده نخواهند گذاشت، چه برسه به ریاست جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. سوم، نزاع کم هزینه با هاشمی تا نزاع پرهزینه با مردم. اگر هاشمی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود و آیت الله خامنه‌ای با حکم حکومتی او را تایید صلاحیت نکند، معنای آن چه خواهد بود؟ آیت الله خامنه‌ای به همراه مشاورانش می‌دانند که رد صلاحیت هاشمی دارای هزینه بسیار است، اما رد صلاحیت هاشمی در این مرحله فقط و فقط نزاع با هاشمی و عامیان سیاسیش خواهد بود. اصولگرایان که واکنش چندانی نشان نخواهند داد، اصلاح طلبان نیست که مدت هاست از نظام حذف شده و بسیاری از چهره‌های شاخصشان در زندان ها بسرمند، آیا جز اعتراض لفظی چه خواهند کرد؟ اما اگر هاشمی تایید صلاحیت شود، اگر جامعه حول محور خامنه‌ای ضد خامنه‌ای دو قطبی شود، اگر کاندیدای خامنه‌ای در برابر کاندیدای مخالفانش قرار گیرد و هاشمی به کاندیدای مخالفان تبدیل شود، اگر هاشمی با رأی بالا پیروز شود، در این صورت برای حذف هاشمی و جایگزین کردن کاندیدای آقا راهی جز تقلب گسترده وجود ندارد. این عمل معنای جز مقابله با مردم نخواهد داشت. واکنش مردم غیر قابل پیش بینی است. هر قدر هم که نیروهای سرکوب نظام آماده باشند و از تجربه 88 عبرت آموخته باشند، بدین ترتیب اگر قرار به حذف هاشمی باشد، رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان بسیار کم هزینه تر از حذف او از طریق ورود سپاه و بسیج نیروهای انتظامی و تقلب است. چهارم، رد صلاحیت و واکنش هاشمی. فرض کنید هاشمی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت و سپس با حکم حکومتی آقای خامنه‌ای تایید صلاحیت شد، هاشمی چه واکنشی باید نشان دهد؟ این پرسش در سال 84 در برابر دکتر مصطفی معین و اصلاح طلبان عامی او قرار گرفت. معین آن حکم را پذیرفت، اما وضعیت هاشمی با وضعیت معین بسیار تفاوت دارد. معین حداکثر نماینده مجلس و وزیر بوده، اما هاشمی از ارکان نظام و سازندگان آن بوده است. رد صلاحیت او توسط فقهایی که در پیش او هیچند بسیار تحقیرآمیز خواهد بود. راه اول پذیرش حکم حکومتی است.
راه دوم عدم پذیرش حکم حکومتی و اعلام انصراف از نامزدی است. در این صورت ماندن در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت در مجلس خبرگان رهبری چگونه توجیه پذیر خواهد؟ مسئله دیگر رد صلاحیت هاشمی و عدم صدور حکم حکومتی است. در این صورت هاشمی چه واکنشی باید نشان بدهد؟ آیا با این اقدام کاملا تحقیرآمیز او دیگر قادر خواهد بود که در نظام باقی بماند؟ پنجم، رد صلاحیت مشایی. گویا رد صلاحیت اسفندیار مشایی قطعی شده است. اصلاح طلبان هاشمی نمیتوانند مانند محمود احمدی‌نژاد قدرت طلب فاقد اخلاق رو بازی کنند. با توجه به مخالفت اصولی اصلاح طلبان با نظارت استصوابی شورای نگهبان، آنان مجبورند که به رد صلاحیت مشایی اعتراض کنند، نه اونکه از حسب رقیب خوشنود شوند. حتی اگر هاشمی و دیگر اصلاح طلبان تایید صلاحیت شوند، باید به رد صلاحیت مشایی اعتراض کرد. مردم باید تصمیم بگیرن که مشایی را میخواهند یا نه. اعتراض هاشمی رفسنجانی به رد صلاحیت مشایی بخشی از فرایند صحو شدن عالی جناب سرخپوش خواهد بود. رجوع شود به مقاله ای از عالی جناب سرخپوش تا عالی جناب سبزپوش. ششم، رد صلاحیت همزمان هاشمی و مشایی قالیباف. یک احتمال هم این است که محمد باقر قالیباف و کامران باقری لنکرانی چند اصولگرای دیگر هم در کنار این دو، یعنی هاشمی و مشایی، رد صلاحیت شد. حسن غفوری فرد عضو شورای مرکزی مؤتلفه این احتمال را به طور جدی مطرح کرده. میگوید قالیباف و محسن رضایی هر دو پاسدار بودند. اینجا یک ماتریس خیلی بزرگ پیش روی ماست که به عوامل گوناگونی در آن تاثیر دارد. به ویژه اینکه اصلا معلوم نیست صلاحیت کدام یکی از کاندیداها تایید میشود. همین افرادی که شما از آنها نام بردی، یعنی هاشمی، حداد، عاده، قالیباف و ولایتی، احتمال دارد که صلاحیتشون تایید نشود. گفتم احتمال دارد، ولی اسم نمیبرم که خدای نکرده مسئله پیش نیاید. ولی خیلی ها یک بار صلاحیتشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان تایید شده، ولی بعدا رد صلاحیت شدن. من البته از کسی اسم نبردم، ولی میگویم احتمال میدهم از این چند نفری که شما نام بردید صلاحیت یک نفر تایید نشود. بله، ممکن است صلاحیت یکی از این سه نفر، یعنی قالیباف، حداد، ولایتی تایید نشود. اینطور که به من خبر رسیده است، شورای محترم نگهبان این بار بر روی مصادیق رجل سیاسی مذهبی و نیز بر روی مدیر و مدبر بودن کاندیداها دقت بسیار زیادی به خرج خواهد داد. مدیر و مدبر بودن باید احراز شود. بالاخره سیاست به گونه ایست که همه چیزش را نمیتوان خیلی شفاف گفت. من تا جایی که توانستم قصه را گفتم. البته گفتم احتمال دارد، این احتمال زیر 50%. البته رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در حالی که بسیاری از مراجع تقلید از جمله آیت الله علی سیستانی به طور غیرعلنی از او حمایت کردند، برای خامنه ای و شورای نگهبان بسیار دشوار و پرهزینه است. هفتم، نتیجه. ایران و ایرانیان اینک در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفتند. آیت الله خامنه‌ای با تحلیلی کاملا نادرست از موازنه قوای جهانی و منطقه‌ای سیاستی نابخردانه در پیش گرفت و بستر نابودی ایران توسط متجاوزان خارجی را فراهم کرد. داداش، پس آقای گنجی نوکرتم دیگه نگو اینا خارج اپوزیسیون ها دارن کلنگی کنن. تو، رفیقات، اربابات، اونایی که باشون حال میدادی، حال میگرفتین، پا منبرشون بودی، اینا مملکتو به اینجا میبرن. نگو اپوزیسیون داره این کارو میکنه. نگو یارو خواهد تو خارج نیسته کلنگی کنه. تو، رفیقت علی اکبر، علی اصغر، نمیدونم اون یکی حاج دبا، حاج کریم، همه تون از بدل ورودتون تجاوز کردید، جنایت کردید، خیانت کردید، خباثت کردید، عنصر بی اخلاقی در وجود شماها پیدا می شود. عنصر بی اخلاقی، بگی مرگ بر کارتر، عنصر بی اخلاقیه برادر. آقا مسعود نگو، اخلاق مدار باش. تو انسان اخلاق مداری، تو میگی دست همو بگیریم میهنو پس بگیریم، یا میگی مرگ بر اون. دیدی آقا گنجی
دیدی بالاخره اونجا میزنه بیرون، خریت یه جایی میزنه بیرون، هر چقدر تلاش کنی یه جا میزنه بیرون. خودت میگی دیگه، ایران و ایرانیان اینک در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته. آیت الله خامنه‌ای با تحلیلی کاملا نادرست از موازنه قوای جهانی و منطقه‌ای، سیاستی نابخردانه در پیش گرفته، بستر نابودی ایران توسط متجاوزان خارجی را فراهم. داداش بگو کلنگی میکنه دیگه، بگو کلنگیش میکنه، بگو لیبی سازی، کلنگی سازی، هم مزخرفات که میگی اینجا به فامیلات بگو. نامزدها، طرفدارانشان و مخالفان جمهوری اسلامی باید در این شرایط خطرناک تصمیم گیری کنند. باید به دولت‌های غربی نشان داد که مخالفان آیت الله خامنه‌ای گسترده و قدرتمند هستند. اگر ما مخالف آقای خامنه‌ای نیستیم، چه مخالفتی من با خامنه‌ای دارم؟ و چه چای خوردم باهاش؟ دیدمش، باهاش حرف زدم، مثلا چه مخالفتی من با اون دارم؟ شخصی نیست که بابا، شما شخصی مسئله داری. شما لابد یه چیزی پول تو نهده، یه مشکلی باش داری. من با خامنه‌ای چه مشکلی دارم؟ من با اصل اندیشه، با اصل نظامش مشکل دارم، با نظام تفکرش مشکل دارم. تفکر، تفکر غلطه که در تو و رفقای تو آسونه، میشه هرش بپریم همجوری، بلا میشه هرش رد میشه. دوباره ضبط کنی این جمله رو، ضبط کنی پخش کنی که من با خامنه هیچ مخالفتی ندارم، با خامنه هیچ مخالفت ندارم. برو بکن. شماها یارو یه کاری کرده پولتون رو نده، شخصی نیست ماجرا، یه معامله کردی پولتون نده، مشکلت اونجاست، اندیشه است، اصلا نظام جمهوری اسلامی پایش اونجا غلط بوده. چجوری من قانون اساسی رو میشه عوض کرد؟ مثل که شناسنامه یارو رو باطل کنی، مرده، فقط مرده رو شناسنامه‌شو باطل میکنه، آدم زنده رو که شناسنامه‌شو باطل نمیکنن که. نامزدها، طرفدارانشان و مخالفان جمهوری اسلامی باید در این شرایط خطرناک تصمیم گیری کنند. باید به دولت‌های غربی نشان داد که مخالفان آیت الله خامنه‌ای گسترده و قدرتمند هستند. ما مخالف آقای خامنه‌ای، مخالف نظام فاسد جمهوری اسلامی و اذنابش در خارج از کشور هستم. اگر آنچنان دیده نمی‌شوند، برای آن است که گذار مسالمت از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک مستلزم به آزادی حقوق بشر را دنبال می‌کنند. نمی‌خواهند کشورشان به ویرانه‌ای چون سوریه تبدیل شود. هست، ایران از سوریه بدتر است. سوریه 6000 تا کشته. آقا گنجی، سوریه چند تا کشته داده؟ تا حالا چند تا کشته داره؟ 80000 تا 100000 تا. جمهوری اسلامی بالای میلیون کشته داده، بالای میلیون معلول داره، بالای میلیون آواره دارن. سوریه داره این تعدادو؟ سوریه هست، نمیشود، هست، هسته. گفتم اول انقلاب علی شریعتی نوشته بود آره این چنین بوده ای برادر، شیخ علی تهرانی نوشته آره این چنین شده ای برادر، استاد من مسعود ریاضی نوشت آره این چنین استه ای برادر، استه، نه بوده نه شده، استه. باعثش اعدام شد. خمینی هرگز جرأت نکرد حکم اعدام برش بده، این اوباش براش حکم اعدام دادن. جنبش دموکراسی ایران صلح‌طلب و خواهان روابط دوستانه میان ایران و دولت‌های غربی است.
فرصت انتخابات باید به فرصتی برای دو قطبی سازی جامعه حول محور خامنه‌ای و مخالفانش تبدیل شد. دموکراسی خواهان ضد جنگ باید مخالفت خود با دیکتاتوری خامنه‌ای را به نمایش بگذارند تا آنها که از طریق تحریم‌های اقتصادی فلج کننده به دنبال نابودی جامعه ایران از درون هستند بدانند که اپوزیسیون قدرتمند و خواهان دموکراسی وجود دارد که به طور قاطع به سوریه شدن ایران نه میگوید. این ببین اینا رو کی کرده؟ یعنی مثلا این خارجی‌ها یهو دویدن رفتن گفتن آقا بد نیستا، بریم حالا یه حالی بکنیم اینا رو تحریم کنیم. ببینید چقدر مکافات الان دارن تو کنگره تو واشنگتن نیویورک بلند شد بلیط بخره $70 به واشنگتن برو نگاه کن، تو سر کوله هم دارن میزنن، دعواست، دفتر اوباما دارن با هم دعوا میکنن، تو کنگره با هم دعوا میکنن، اون دست دموکرات اون دست جمهوری خواه، دعواست. میدونی میره تو کنگره میگه میاره تو سنا میبره نمیشه، اون ور میاد نمیشه، این ور میره میشه، گرفتاره. همین نشتن یه دهی و تصمیم گیرن که نمیدید باغ ملی چیکاره ای؟ خب باش بخون ما دور خدا، خیلی ابلهید، خیلی ابلهی، خیلی ابلهی. شما جامعه رو اخفال کردی، شما جامعه رو گول میزنی، شما با قلمتون با نفستون جامعه رو گول زدید. این مسعود رو تو گول زدی که امروز بعد بیچاره بیاد بگه گفتم مرگ بر کارتر. این بعد بگه مرگ بر تو، بر اندیشه تو، بر آدمی که منو اخفال کرده. دروغ میگه، فهم درست از شرایط ندارد. تو نوشتی عالی جناب سرخپوش بیامه چیز، حالا چرا میگی سبزپوش؟ چرا بی‌حرمتی میکنی به آزادی؟ چرا بی‌حرمتی میکنی به نفس انسانیه؟ ابله، ابله، ابله. چرا توهین میکنی به انسان؟ چرا به نفس آزادی توهین میکنی؟ چرا به نفس عدالت توهین میکنی؟ علقه مزقه، کوتوله تر از احمدی نژاد، ابله تر از احمدی نژاد، دروغگو، پلید، زشت. همه رو میگه این مزخرفات رو میچینه اطلاعاتی، یعنی این دیگه اینا رو بهت میگه که آقا اصلا این سرنگ و اینجای یواشکی که گفت یوسف از نورو میگه این آقای چیز یعنی اون یواشکی وشکون میگه، نه وشکون نمیگیره، اینا وشکونت میگیرن. همه اینا رو میگه که آقا سر تو حواست بره با اونا، اینا یا این پلن بهت میزنه. میخوای همینجوری نگاه میکنی دستش تو جیبت داره جیب تو میزنه، کار در پشت داره میزنه تو قلبت. خیلی بی همه چیزی اکبر گنجی، خیلی بی سوادی، تو یه مامور امنیتی کارکشته هستی، تو یه مامور امنیتی کارکشته هستی، هیچ چی دیگه نیستی، تو کثیفی، بوی مامور امنیتی میدی. روسا یه دبیر سوم سفارت آمریکا رو در مسکو گرفتن، بردن بازجویی کردن، تحویل سفری دادن، گفتن این نیرو نامطلوب اخراج کن. به محض اینکه اتفاق افتاد دیدی بوسنی تمام عواملش رو میگیرن. همون ماجرای فرار اون یارو سفیر رفت روسی، رفت انگلستان، لندن پناهنده شد، همون بازی داره تکرار میشه. بشین شاهد باش، تماشا بکن، گول این حرفای مزخرفات اکبر گنجی و آدمای مثل امنیتی ها رو نخور. اینا امنیتی هن، هر جوری ولشون کنی مامور امنیتی، کاری با مامور امنیتی نمیشود کرد، او یک مامور امنیتیه. او فقط مامور امنیتیه. ما با مامور امنیتی هیچ کاری نداریم. به هر حال آرزو میکنم که آخر هفته ای پر از شادی و سلامتی پیش رو داشته باشید و به امید اینکه بتونیم
در هفته آینده با برنامه پربارتر خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشیم. ممنون، سپاسگزار، تا فرصتی دیگر. متشکرم.